22 فوریه 2024 هست و ما خدمت خانم مهرانگیز کار هستیم و پرسش هایی داریم در مورد کتابی که به تازگی ایران وایر منتشر کرده به عنوان زنان تاثیرگذار ایران، به علاوه مجموع مقالاتی که با نام یک 57 فلان فلان شده از خانم مهرانگیز کار به تازگی منتشر شده بر روی سایت و بسیار پرسش برانگیز و ذی قیمت برای اینکه در موردش بحث و گفتگوی بیشتری بشه. دلیل امروز ماست برای اینکه دور هم جمع بشیم و پرسشمون رو مطرح بکنیم. از اولین کسی که میخواد پرسش رو مطرح بکنه میخوام که دستش رو بالا بکنه. پیش از این کمیتون که دارین پرسشاتون رو آماده میکنید، من اولین سوال رو میخوام ازتون بپرسم. خانم مهرانگیز اول خوش آمد میگم بهتون. توی کتاب، توی اولین قسمتی از مقاله 57 که نوشته بودی، من یک جمله‌ای به چشمم خورد که فکر میکنم برای خیلی ها ممکنه این پرسش مطرح بشه. توی اون بخش نوشته شما این جمله رو من از خود اون بخش بیرون کشیدم، ازتون میپرسم. شما نوشته بودید با شاه قهر نبودید، اما دل ما لک زده بود تا با صدای بلند از او انتقاد کنیم و از ساواک هم نترسیم. واقعا شاه چطور؟ شاه با مردم قهر نبود؟ نه، به نظر من قهر نبود، فقط گویا که تلاش زیاد نمی کرد که اون مشکلاتی رو که دور از چشمش بود بفهمه، و کسانی هم نبودند مثل گذشته که براش از واقعیت‌های جامعه بگن. به نظر من حتی اینجور بود که انگار خودشو یک جوری ایزوله کرده بود، به این معنی که فقط اون چرا که به نظرش می رسید درسته بهش عمل می کرد، اما نظرات دیگرانی رو که نمی خواستن تملق بگن و نمیخواستن شاه رو ناخشنود بکنن از اوضاع، این یه مانعی شده بود که شاه نتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، یا وقتی هم میخواست ارتباط برقرار بکنه این ارتباط دقیق و جامعه شناسانه نبود. من خیلی تأکید دارم به این نبود نگاه جامعه شناسانه در شخص شاه برای اینکه اون ایده های خودش رو که دوست داشت مطرح کنه، اون ایده ها تبدیل بشه به ایده های مردم، و متأسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. ممنون آیده جان. مرسی، ممنونم. من البته سوال فکر کنم 3-4 تا دارم، اما حالا در طول برنامه در واقع میپرسم. خانم کار نازنین، خیلی کار شجاعانه ای کردین و خیلی ایده ناب و فوق العاده ای بود. واقعا مثل همیشه که خیلی شجاعانه برخورد میکنین با مسائل، این ایده هم و پرداختن بهش تو شرایط کنونی به نظرم جای تقدیر داره. اما من وقتی که خوندم احساس کردم جای خالی توش حس میکنم و میخوام بدونم آیا جای خالیه یا چرایی این جای خالی رو بپرسم. توی دستبندی حالا از اون مقاله اول و بعد مقاله های بعد که گروه های مختلف یا زوایای مختلف موضوع رو بهش پرداختین، یه جمله دارین دقیقا مثل شادیا جان که جمله رو گفت، جایی که در مورد افرادی میگین که اونهایی هم که در واقع میخواستن فعالیت های چریکی کنن اونها هم جان باختن. و برای من به عنوان حالا تازه کسی هم که بعد از محصول در واقع بعد از جمهوری اسلامی هستم، که جمهوری اسلامی تونست در واقع یک دوره رو حذف کنه در حافظه، نمیگم
تونست، ولی به موفق بود تا حدودی دوره رو حذف کنه، مثل فعالیت های قبل انقلاب، انقلابیون، چریکی ها، اتفاقا گروه های غیر از توده که خب بزرگترینشون توده بودن، کشتاری که انجام شد، شکنجه هایی که انجام شد. برای من این بود که خب اونایی که در واقع اتفاقا فعالیت کردن، نه فقط تو تهران، تو شهرستان ها، تو شهرهای کوچک فعالیت های چریکی میکردن و به نوعی آرمانگرایانه پای آرمانشون جانشون رو گشته بودن وسط، از زندگی مشترک میگذشتن، از عاشقی میگذشتن و واقعا هدفمند پیش میرفتن. آیا این برداشت من اشتباهه که از اون گروه شما گذشتین یا اینکه نخواستین واردش بشید؟ نه، اولا اینو بگم که شما گفتین یه جای خالی دیدم، من میخوام بگم هزار تا جای خالی داشت. این یه چند تا یادداشت ژورنالیستی بود، تاریخ نویسی که نبود. هزاران صفحه در این باره میشه نوشت، حتما کسانی نوشتن یا دارن می نویسند یا خواهند نوشت. در حقیقت من به نظرم اومد که نیاز دارم، یه نیاز شخصی بود به این که در این شرایط یه اشاره ای بکنم، با اینکه خودم اصلا هرگز انقلابی نبودم، نه خودم نه خانوادم، و خب خیلی دیگه این موضوعی است که لازم نیست من توضیح بدم. حقیقتا یه ضد انقلاب این چیزا رو نوشته و نه یک انقلابی. از چریک ها اگر گذر کردم، برای این بود که خواستم بگم که اونها به هر حال جانشون در خطر بود و از بین می رفتن. چرا؟ برای اینکه مسلحانه بود شیوهشون. اگه توجه کرده باشین، من از همه شیوه های غیر مسلحانه یاد کردم در زمان شاه. گروه ها و دستجاتی مثل دستجات روشنفکری، دستجات مرتبط با جبهه ملی، دستجات به هر حال منشأ گرفته از منابر دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد، و در مجموع من از انتقادها و مخالفتهای مدنی حرف زدم، چون اون بحث بحث دیگری است و میدونیم بله در سیاهکل بوده، در خود تهران بسیار اتفاق افتاد که حمله های مسلحانه میکردن بعضی وقتا به نهادهای حکومتی، به بانک ها و حتی مثلا به یه فروشگاهی که احتمالاً خانواده یکی از بزرگان اون حکومت در اون فروشگاه حضور داشتن، و خب خیلی از خبرها که شاید سانسورم میشد و ما همه رو ازش خبر نداریم. این نکته مفقوده در ذهن من مفقود نبوده، منتها من تصورم بر این بود که دارم از نارضایتی اولا مردم عادی حرف میزنم، منتها در حالی که دارم از نارضایتی مردم عادی حرف میزنم، از فعالان مدنی که منتقد و مخالف شاه بودنم حرف میزنم، یعنی مثلا از شاعر حرف میزنم، از حتی مثلا خسرو گل سرخی حرف میزنم که به هر حال اون چهره ای رو که نشون داد از خودش در اون برنامه تلویزیونی یک روحیه لطیفی بود و هیچ ربطی به مبارزات مسلحانه نداشت. شاید پاسختون داده باشم، نمیدونم. من فقط یه سوال در ادامه سوالم بپرسم، این که در واقع فکر میکنید که، ببخشید شاید سوالم یه ذره بی‌رحمانه باشه، ولی خب سوالی که میپرسم، فکر میکنید که یعنی تمام اون گروه ها و تمام اون کشدارها و تمام اون اتفاقی افتاد سر قضیه فقط اون گروه های مسلح بود، طرفدار مبارزه مسلحانه بود؟ یعنی کدوم کشدارها؟ کشدارهایی که جمهوری اسلامی در زندان ها انجام داد، از گروه های چپ، انواع اقسام گروه های ما چپی. حرف جمهوری اسلامی رو نداریم، ما فقط
اون کانتکسی رو که داریم راجبش حرف میزنیم حکومت شاهه. یعنی یادداشتای من اصلا بله وارد جمهوری اسلامی نمیشه. بله ولی اما شما وقتی میگین 57 فلان فلان شده، وصل میشه به یک انقلابی که خیلی از اونا کسایی بودن که تو دوره شاه هم تو زندان بودن یا توی زندانهای شاه هم شکنجه شدن، یعنی مبارزانی که ادامه پیدا کردن. ولی منظور من اینه که در واقع بخشی از اونا، بخشی از اونا همشون بخشی از اونا که بخشی از اونا. مثلا یه نمونهش شکرالله پاک نژاد 9 سال در زندان شاه بود، اونم طرفدار فعالیت های چریکی بود، یا خیلی دیگری که من نمیشناسم. موقعی که زندان ها رو باز کردن جزو کسانی بود که خب آزاد شد و بسیارم خوشحال بود و شروع کرد با امیدواری فعالیت کردن و در جمهوری اسلامی اعدام شد. میتونه خب این یه بحثی باشه که جمعی، نه همه، جمعی از مخالفان شاه بعداً توسط جمهوری اسلامی هم دستگیر شدن هم اعدام شدن، یا اینکه اصلاً از ترس جمهوری اسلامی کشور رو ترک کردن. ما از اینا زیاد داشتیم، ولی من در این یادداشت ها کلیت حرفم این بود که اینقدر 57 ها رو متهم و محکوم نکنید که حق نداشتن در اون شرایط تغییر بخواهند. وضعیتی که 57 ها درش قرار داشتن ایجاب میکرد که تغییر رو بخواهند، اما اینکه رهبری این تغییر رو یک آخوندی به دست بگیره، این اشکال رو باید در رهبری مدنی اون افراد و دستجات و احزاب مخفی دونست که سعی میکردن برن زیر عبای خمینی، چون کاملا درک کرده بودند که خودشون نمیتونن این مردم رو مردم عادی رو به خیابونها بیارن، و تصورشون این بود که به یاری خمینی شاه ساقط میشه و بعد خمینی اونها رو بهشون بها میده، بهشون قدرت میده. و یه احتمالم وجود داشت که همیشه ما مطرح میکردیم باهاشون که خب اگر اون نرفت قم چی میشه، و میگفتن که او که از شاه قدرتمندتر نیست، ما اون رو هم از بین میبریم. تمام حرف من این بود، و نه اینکه اونایی که مثلا در زمان شاه ساواک، بله ساواک کارهای عجیبی میکرد، ساواک با کسانی برخورد میکرد که اصلا اسلحه نمیدونستن چیه ولی نگاه چپ داشتن، مارکسیست بودن، اینها رو قلع و قمع میکرد. اگر که میتونست پیداشون کنه، یا اینا در راهی قدم برمیداشتن که اون راه رو ساواک نمیپسندید. مثلا من یادم میاد چند نفری پزشک بودن که وقتی که به نظرشون رسید کاری برای تغییر نمیتونن بکنن، فرضاً اینا رفتن در یه نقطه خیلی محروم و بد آب و هوا تا اینکه به ایرانیان محتاج خدمات رایگان پزشکی برسونن. حتی اینا رو تحت تعقیب قرار داد، دستگیر کرد و شکنجه کرد. بنابراین اینجوری نبود که فقط با افراد مسلح برخورد بشه، برخوردهایی که میشد با افرادی هم بود که اینا مسلح نبودن و بعضی وقتا یه پاشون زندان بود، یه پاشون بیرون از زندان بود. مثلا ما استادی داشتیم در دانشگاه که بعضی از هفته ها که روز درسمون با اون زندان بود، ولی هفته دیگه آزاد بود و می اومد درس می داد. وضعیت پیچیده بود، به این سادگی نبود که من
یا من نوعی بتونیم مثلا در 10 تا یادداشت ژورنالیستی به همه این زوایا بپردازیم. و من فقط سعی کردم یه تصویر کلی بدم از اون احساسی که علل اون احساسی که 57 رو کشونده توی خیابون. خانم کار خیلی ممنونم. منم مثل آیدا میخوام تشکر کنم، خواهش میکنم. واقعا خیلی جسورانه بود، خیلی شجاعانه بود و خیلی میشد ازش یاد گرفت اگر که گوش شنوایی وجود داشته باشه. در واقع به واسطه اینکه ما الان در شرایطی هستیم که نسل جوان حداقل خواهان یه انقلابه و شاید بهتر باشه بگم که خواهان یک ضد انقلابه برای بازگشتن به شرایطی که قبلا جامعه ایران توش بوده. من میخوام به مقاله اون بخش پایانی مقاله 57تون برگردم، راجع به حق در واقع انقلاب کردن، حق تغییر خواستن برای هر نسل صحبت کردید و به این نکته اشاره کردید که به نظر من خیلی مهمه. درباره روشنفکرانی حرف زدید که هشدار نداده بودند که جریان خمینی و خود خمینی و تخریب هایی که میتونه به بار بیاره چقدر خطرناکه. بعضی از این روشنفکران ما میدونیم علارغم هزینه های زیادی که در نظام جمهوری اسلامی دادن، زندان هایی که رفتن، بازداشت هایی که شدن، آزار و اذیت هایی که شدن، مشخصا مثلا جریان ملی مذهبی و جریان ملیگرا، تا آخر عمرشون هم بابت این اعتمادی که به خمینی کردن و اون اعتماد به نفس کاذبی که به خودشون داشتن هیچ وقت از مردم ایران عذرخواهی نکردن. فکر میکنید که چقدر در واقع این شکل از روشنفکری غیر پاسخگو در به وجود آوردن شرایطی که امروز به هر کسی که در واقع هشدار میده نسبت به چیزهایی که در زمان شاه وجود داشت، نقض حقوق بشری که در زمان شاه وجود داشت، حتی با در نظر گرفتن این معیار که اصلا قابل مقایسه نیست با شرایط امروز جامعه ایران، به کسانی که هشدار میدن نسبت به اون وضعیت و میگن که اون زمان در واقع اون حس نوستالژی رو نداشته باشید، خطرناک این نگاه، میان فوش میدن، بدگویی میکنن، بی احترامی میکنن. چقدر در واقع این غیر پاسخ بودن اون بخش از روشنفکران ایرانی رو تاثیرگذار میدونید تو به وجود اومدن این موج از تخریبگری و بولیگری در حداقل در فضای مجازی؟ البته ما میدونیم که تو فضای حقیقی هم اتفاق میفته، مثلا سنگ مزار چند نفر از مخالفان شاه رو رفته بودن تخریب کرده بودن. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، سوالم همین بود. خب این سوال سوال سختیه و خیلی گسترده است، یعنی هم جنبه های سیاسی داره هم جنبه های اجتماعی داره. این دستجاتی که شما میگین و عمدتا ملی مذهبی رو مطرح میکنین، یا شاید نهضت آزادی، بقایای نهضت آزادی که اینها عذر خواهی نکردن، به نظر من اینا اصلا معتقد نیستن که کار اشتباهی کردن. وقتی که یک دستجات سیاسی با رهبریایی که داشتن، و این رهبری ها خیلیشون بعد در زمان جمهوری اسلامی قربانی شدن، چون اونهایی که الان هستن شاگردان اونا بودن و اونها در جمهوری اسلامی واقعا قربانی شدن، از بین رفتن، حالا به صورتهای مختلف از بین رفتن. اینا معتقد نیستن که، به نظر من از نظر باطنی قلبی معتقد نیستن که غلط بوده که خمینی رو به عنوان رهبر برای تغییر انتخاب کردن. من اینجور به نظرم میاد. اگر که گوش کنید به تفاسیرشون، نظرات کارشناسیشون، وارد اون حوزه نمیشن و چون آقای خامنه ای الان 30 و چند ساله که
حقیقتاً غیر از مشقت به این مردم چیزی نداده، تمام کوشششون اینه که این دوران رو نقد کنن، و خب این دورانم پر از جنایت، پر از خیانت، پر از دزدیه، اما کمتر میرن طرف خمینی، کمتر میرن اون سمتی که خودشون از اونجا اومدن. من گمان میکنم خب این براشون شده یه پرنسیپ، در حالی که اگر میومدن و اون رو واقعا میشکافتن و دیگه انقدر دل نمیبستن به اون پرنسیپ، واجد یه پرنسیپ جدیدی میشدن که در حال حاضر ایران بهش نیاز داره. ببینین این سکوتی که در باره علل برانگیخته شدن مردم ایران، مردم عادی رو من میگم، برای اینکه تغییر رو بخوان و دنبال خمینی را بیفتن، الان مسلطه بر همه جا. خب معلومه چرا، به دلیل کارهای وحشتناک و جنایتهایی است که بعد از سقوط شاه در ایران اسلامی صورت گرفته. من در این حال که همه این حرفا رو میزنم یا چند تا یادداشت خیلی مختصر راجبش نوشتم، من به مردم حق میدم، یعنی من خودم هم جز به مردمم، ما خودمون هم جز به کسانی هستیم که اینقدر صدمه خوردیم. مردم خشمگینن، امکاناتی ندارند برای اینکه واقعیت‌های تاریخی رو بهتر بشناسند. تیراژ کتابم در ایران که ما میدونیم چقدره، این وسایل ارتباطی هم که وجود داره در حال حاضر و در ایران شنیده و دیده میشه، اونا هم وارد اون مقوله نمیشن. حالا یا از بس اخبار عجیب و غریب این حکومت وحشی زیاده که همه حجم خبرای در اولویت و تفاسیر و اینا رو میگیره، یا اینکه بالاخره در یک پیمان نانوشته همه با هم تصمیم گرفتن که فقط باز دوباره همون نگاهی که در 57 بود، فقط اینا ساقط بشن، هر چی دیگه میخواد بشه. شاید خود منم دیگه این نگاهو دارم، برای اینکه هممون خسته ایم، هر کاری که از دستمون برمی اومده کردیم، چه در اون کشور چه وقتی که بیرونمون کردن، همه خسته ایم. و وقتی یه ملتی خسته است، حوصله نداره که نقدی بشنوه نسبت به اون کارهایی که میکنه، و در نتیجه زبانش زبان فحش میشه. به نظر من همه این چیزهایی که اتفاق افتاده ناشی از حکومت جمهوری اسلامی بوده و اول از همه ناشی از نگاه و جهانبینی خمینی بوده. باز به نظر من اینها از ابتدا دشمن ایران بودند، منتها نیاز داشتند به یک سرزمین ثروتمند تا بتونن میخشون رو در اون سرزمین بکوبن، و بعد همین کارهای نیابتی و اینهایی که میبینین انجام بدن. برای مردم ایران هیچ احترامی نه قائل بوده و نه هستن، و به همین دلیله که خب نسلهای دیگه یه مقدار فیلم میبینن، یه مقدار سخنرانی میبینن از قبل از انقلاب، چهره شهرها رو میبینن، چهره زنها رو میبینن، چهره ملکه کشور رو میبینن، چهره وکلای مجالس رو میبینن، سناتورها رو میبینن. خب به نظرشون میرسی که اون کشور که نقصی نداشته، چرا مردم تغییر میخواستن؟ ولی مردم اون موقع حق داشتن که تغییر بخواد. اما اونچه که اشتباه اتفاق افتاد، تأکید همه
سران مخالفان و منتقدین شاه بر این بود که رهبری خمینی رو بپذیرن تا شاه ساقط بشه و بعد ببینن چه خواهد. خیلی شبیه اتفاقات، انگار داره تاریخ دوباره تکرار میشه. من خیلی شبیه میبینم. نمیخوام بیشتر از این کامنت بدم چون منم سوال دارم، ولی مریم خیلی وقت منتظره. و بعد آیدا جان تو بفرمایید. خانم کار، منم تشکر میکنم بابت نوشتن مطالب. من راستش یکی از اونایی بودم که گول خوردم، همش با خودم گفتم چی شده، چرا خانم کار داره این حرفا رو مینویسه اینا چه؟ و ضربه مثل چیز نبود برای من، یادداشت شبیه یادداشت ژورنالیستی نبود، شبیه یک داستان با اول شخص بود که بعد اتفاقا بر اساس اصول داستان نویسی در قسمت پایانی ضربه نهایی رو زد و یه غافلگیری خیلی دلنشینی اتفاقا بر من یه نفس راحتی کشیدم، گفتم نه خانم کار همونیه که ما میدونیم، اون چه که ما خوندیم در واقع انگار که راوی خودش رو جای گروه های مختلفی گذاشته بود و از زاویه نگاه اونها داستان انقلاب رو برای ما روایت کرده بود. اگرچه خودتون گفتین حتما چیزهای وجوه دیگه ای وجود داره که خب مقال نداشتین که توی این یادداشت بهش بپردازین، اما چیزی که من برام خیلی جالبه به عنوان کسی که خب زمان انقلاب به دنیا نیامده بودم، فضا رو ندیدم و فقط شنیدم و خوندم در موردش، به نظر من میاد که حالا عموم مردم رو کاری ندارم، من میخوام راجع به جامعه روشنفکری صحبت کنم. به نظر میاد که جامعه روشنفکر واقف بود به این که چه چیزهایی در مملکت داره، یعنی داشته هاشو میشناخت. مثلا حقوق اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته میشه، آدم ها به خاطر اعتقادشون از بدنه جامعه، از فضای اجتماع حذف نمیشن. ما در همه مشاغل در دولت و خارج از دولت، در کوچه و بازار یهودی میبینیم، بهایی میبینیم، دارن زندگیشون رو میکنن. یک فضای مسالمت آمیزی در بین مردم وجود داره که حداقل مانع دولتی برای در واقع زندگی و حیات اجتماعیشون ندارن. ممکن بود دلایل عرفی وجود داشته باشه که بعضی از اقلیت‌ها از طرف اتفاقا جامعه و مردم مورد آزار قرار بگیرن، ولی از طرف حکومت این اتفاق نمی‌افتاد، محروم نمی‌شدن. یا مثلا به لحاظ معیشتی بخش زیادی از مردم از عهده زندگی خودشون برمی‌اومدن. نمیگم که فقر وجود نداشت، دوروبر همین تهران چند تا حلبی آباد بود که خب آدمای حاشیه نشین اونجا زندگی میکردن، اما جامعه روشنفکری میدونست که آزادی بیان نداره. یعنی مشکل بزرگ جامعه روشنفکری ایران نبود آزادی بیان در زمان شاه بود، همین مسئله تک حزبی بودن، اینکه احزاب اجازه فعالیت آزادانه نداشتن و به نوعی به هر حال گزینش میشدن برای اینکه نظرشون رو بگن. میخوام بدونم که چرا جامعه روشنفکری فکر کرد که تنها راه به وجود آمدن این تغییر انقلابه و نمیتونه از روش دیگه به این تغییر دست پیدا کنه، چون خیلی از کسایی که دفاع میکنن از در واقع زمان شاه میگن که اگر فرصت به بختیار داده میشد، با بختیار ممکن بود ما به اون دموکراسی یا آزادی بیان برسیم، چیزیه که دفاعیه که اونها از خودشون دارن و میگن دیگه فرصت داده نشد. میخوام بدونم که چرا فکر میکنین جامعه روشنفکری هم همراه شد با این مسئله انقلاب و تغییر به شیوه انقلاب؟ خب ببینید، ما باید ببینیم جامعه روشنفکری رو کدوم جامعه رو میگیم. آیا جامعه روشنفکری که تو حوزه ادبیات و شعر خیلی فعال بود، تو حوزه نوشتن خیلی فعال بود، تو حوزه های هنری خیلی فعال بود؟ خب اینو مراحل مختلفی رو رژیم شاه گذروند تا ما رسیدیم به سال 57 یا حتی 56 که اون شبهای شعر گوته رو محافل روشن فکری ترتیب دادن و اون شبهای شعر بسیار زیبا بود و هرچند که ذات و جوهره تغییر بود درش و اساساً بر پایه فضای باز سیاسی
که شاه به علت توصیه پرزیدنت کارتر اعلام کرده بود، اینا موفق شده بودند که اون 10 شب شعر گوته رو برگزار بکنن. و من پیشنهاد میکنم که خب شما کتاب هست دربارش، اونو بخونین. خیلی مشخصه که موضع گیری این محفل روشن فکری به هیچ وجه موضع گیری این نیست که مردم ایران تغییری داشته باشند که درون مایش دینی باشه، اسلامی باشه. ولی بعداً وقایع یه جور دیگری پیش رفت که به عقیده من که شاهد بودم بر قضایا، همین محفل روشنفکری که من حالا سمبولیک اون 10 شب شعر گوته رو اسم میبرم ازش، اینا در حاشیه رفتن. به این معنی در حاشیه رفتن که دیگه کسی به اونا اقتدا نمی کرد. یعنی خمینی توانست که خودش رو برسونه به یه نقطه که اصلا خودش خوابش هم نمیدید. در نجف بود و صدام وقتی که نقش خمینی رو دید در ایران که چجوری داره وارد تخریب میشه، صدام ترسید و صدام اون رو اخراج کرد از نجف. شنیده های من که فکر میکنم شنیده های موثقی هم هست اینه که شاه از دولت فرانسه خواست که راه بده به این سید و فرانسه که به هر حال میراثی مثل انقلاب کبیر رو در تاریخش داره، نه فقط موافقت کرد و راه داد، و بلکه بعد که دید چقدر از مخالفین شاه از اروپا، امریکا و ایران به دیدن این آخوند میان، حمایتش گسترده شد و نوفل شاتو شد یه مرکزی از انقلاب اسلامی که من میتونم بگم خورد اون محافل روشن فکری رو. و چون اونا نمیخواستن که کتابیان و به هر حال معتقد بودن صدمه خوردن، سانسور شدن، زندان رفتن، آزار دیدن، وقتی که این امواج رو دیدن که به سمت نوفل و شاتو به صورت هیجانی در کار هست و خمینی داره یه جایگاهی پیدا میکنه که میشه مثلا مثل شاید جایگاه گاندی مثلا در هند، دیگه اونجوری بهش نگاه کردن. یادشون رفت که تاریخی رو که خوندن و مرور بکنن و یادشون رفت که میتونه ایشون شیخ فضل الله نوری باشه که حالا به نام خمینی دوباره وارد زندگی مردم ایران شده و میخواد حکومت مشروعه رو به وجود بیاره. من گمان میکنم مال این وضعیتی که موزه گیری که محافل روشنفکری بعدن کردن دیگه در سال 57 ناشی از این بود که نقششون کمرنگ شده بود و متوجه شده بودن که به هیچ وجه شانس رهبری ندارن، نه اونا جبهه ملی، نه فقط باز جبهه ملی، نهضت آزادی که خب نهضت آزادی به هر حال مایه و پایه مذهبی داشت، یا بعد ملی مذهبی ها که اینا همه به وجود اومده بودن بعد از ظهور دکتر علی شریعتی. به نقطه همه این سردسته هایی که برای خودشون مقام و منزلتی در تغییر خواهی قائل بودن و به نوعی هم جریحه‌دار بودن از داستان ملی شدن صنعت نفت ایران و
دشمنی با آمریکا در وجودشون کاملا میشه گفت که رسوب کرده بود، این بود که تصمیم گرفتن این امکان و شانس رو از دست ندن که همراه بشن با اون، هرچند که همدل نبودن باش و عموما یه بخش بزرگی از روشنفکری ما لائیک بود و متمایل بود به مارکسیسم. اما به نقطه رسید که فهمید قدرت مردمی چندانی نداره و طرفداران و پیروانش بسیار آدم های خاصی هستند که نمیتونن خیابان ها رو عرصه مبارزه قرار. مرسی. آیدا قرار بود دستت چرا پایین بعدش رو بایه. من فقط قبل از اینکه سوالم بپرسم، این که ما چون دو بخش داره طبق صحبتی که کردیم صحبتمون، الان فکر کنم یه نیم ساعتش رو گذروندیم، در واقع نیم ساعت داریم برای ادامش بتونیم سوالامون رو تقسیم کنیم، مال من یه ذره وصل میشه به بخش دوم شاید، یا نمیدونم، ولی سوالم بیشتر سر اینه که حالا جدای از محتوای اون چیزی که شما مثل همیشه فوق‌العاده به نگارش درآوردین، ما در واقع یک سال بیشتره که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و در یه نقطه خاصی توی جلسه امروزمون بچه‌ها گفتن انگار تکرار داره میشه تاریخ، و در طی این جنبش این حرف بارها زده شد که انگار ما در نقطه‌ای در مقاطعی از این جنبش شاید خیلی از هان به این سمت میرفت که ما داریم تکرار میکنیم اون تاریخ رو. چطور میشه از تکرار اون تاریخ در واقع جلوگیری کرد؟ من میخوام بدونم که خانم مهرنگیز کار چه چیزی باعث شد که این ایده به نظرش بیاد و بخواد شروع کنه بنویسه سر این، آیا یک ادای دینه یا یک علیه فراموشیه یا یک مسئولیتی در نسبت با اون جامعه است یا برای جلوگیری از عدم تکراره؟ اون چی بود که در شما جرقه خود شد؟ ببینید میتونه همه اینا باشه، برای اینکه من خب خیلی از دوستانم که خیلی هم تحصیل کرده بودن زندگی های بسیار باز و راحتی داشتن از نظر اجتماعی، یعنی آزادی های اجتماعی رو تمام و کمال داشتن و ازش استفاده می کردن. چون یه وقتی از آزادی های اجتماعی هست ولی یه طبقات خیلی سنتی هستن و دلشون نمیخواد که دخترشون، زنشون، خودشون، حتی خودشون از این آزادی های اجتماعی زیاد استفاده بکنن و ترجیح میدن یا تو خونه باشن یا تو مسجد باشن یا اگر هم سفر میرن برن زیارت. ولی اون کسانی که من دارم میگم خمینی رو در ماه دیدن، باور کنید که آدمای سوپر مدرن بودن. بنابراین اینجوری نبوده که ما فکر بکنیم فقط مردم مثلا عادی، عامی، بی سواد، خیلی مذهبی، نمیتونیم اینو بگیم. ما شاهد اون تاریخ بودیم و مثلا وقتی که من به دوستم میگفتم که خب چرا، واقعا بعضیاشون جواب نداشتن. خود جمعیت ببینین وقتی به وجود میاد انقدر مهیب و پر هیجان میشه که دیگه کسی نمیتونه جلو دارش بشه. همون جریان مهسا اگر خیلی های دیگه از مردم ایران بهش پیوسته بودن تبدیل میشد به یه جریانی که به این سادگی هم نمیشد باهاش برخورد کرد. حالا اگر تبدیل نمیشد به تغییر رژیم، ولی برخورد باهاش هم خیلی از این سخت‌تر میشد. جمعیت یه خلق و خوی خاصی داره. جمعیت هیجان زده و عصبانی وقتی که شکل میگیره دیگه هیچ کس نمیتونه باهاش کاری بکنه. یعنی دیگه باید یه تغییری اتفاق بیفته. این جمعیت شکل گرفته بود و من شاهد بودم
مثلا دستجات فرض کنین 10 تا بودن، 20 تا بودن، ماها به عنوان ناظر اصلا بهشون اهمیت نمیدادیم، اونجا 7-8 نفر دارن اونجا راه میرن، 7-8 نفر. ولی وقتی که اینا همه خیابون رو پر کردن، حالا حتی من راجع به تعداد جمعیت هم فکر میکنم خیلی گزافه گویی شده، برای اینکه خیلی ها تو خونه ها نشسته بودن داشتن قصه میخوردن که اونا رو کسی نمیدید و واقعا اونا مرعوب این جمعیت شده بودن و اگر نطق میکشیدن بهشون میگفتن ساواکی، بهشون میگفتن مزدور و 1000 تا حرف دیگه. اما من به عنوان کسی که همش تو خیابونا این مردم رو میدیدم و بعد حالا سالهاست که میبینم که واقعا به عنوان خائن ازشون حرف میزنن، میخواستم بگم که اگر هم که رفتارشون منجر شده واقعا به زیر و زبر شدن ایران، به تخریب ایران، اما اینها نیتشون اولا خوب بوده، ثانیا هیچ کس حتی ماها که میگیم ضد انقلاب بودیم و متنفر بودیم از یک نظام آخوندی و پیشبینیامون بد بود برای یک چنین تغییری، به فکرمون خطور نمی کرد که یک چنین وضعیتی اینها به وجود بیارن که الان که ما داریم با هم حرف می زنیم مهمترین نگرانی اینه که اصلا ایران چی میشه؟ اصلا ایران چه آینده‌ای داره؟ حالا ما از راه دوریم ولی بسیار اطلاع داریم از راه نزدیک. بسیار اطلاع داریم که در چه وضعیتیه اون کشور از نظر فقر، از نظر بچه ها، از نظر اخلاقی، از این نظر که مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که ممکنه رفتارشون اصلا بیرحمانه باشه نسبت به هم دیگه، برای اینکه خودشون در مشقتن. خلاصه این که من واقعا فکر میکنم یه لحظه بود، اینجوری هم نبود که از قبل تصمیم بگیرم، واقعا اینجوری نبود. یه نصف شبی بود نشسته بودم همینجوری، به نظرم اومد خب یه اشاره ما بکنیم به اینکه این 57 ها لزوما خائن نبودن و اونا هم دل داشتن، اونا هم نیازهایی داشتن، اونا هم میرفتن بعضی وقتا کشورهای دیگر رو میدیدن و دلشون میخواست مثل اون کشورها باشن، تلویزیونشون مثل اونا باشه، رادیوشون مثل اونا باشه، اون طبقات فقیرم که خب همه دنیا این طبقات وجود داره، به هر حال اونا همیشه آمادگی دارن برای اینکه اگر که طبقه متوسط رفت دنبال تغییر، اونا هم برن دنبالش که شاید به یه نوایی برسن. خلاصه یه مجموعه بوده و این مجموعه لزوما این نبوده که خوشی زده بوده زیر دلشون، اصلا اینجور نبوده و خوشی با اون مفهومی که الان نسلها قضاوت میکنن بر اساسش اون مردم رو ابدا وجود نداشته. اما یک عالمه ما میتونم بگم جواهر داشتیم که اینا به نام انقلاب همه رو تاراج کردن. مهمترین جواهری که داشتیم آزادی های اجتماعی بود و خودمونم نمیفهمیدیم. باور کنین خود من هم نمیفهمیدم آزادی های اجتماعی رو میشه گرفت. اصلا باور نمیشه که بگیم مثلا اکسیژن، ممکنه یه حکومتی بیاد اکسیژن رو بگیره از مردم، یعنی اینقدر بعید بود. مهمترین داشته ای که ما از دست دادیم بلافاصله آزادی های اجتماعی بود که خوابش هم نمی،
یعنی خوابش رو نمیدیدیم که حتی اگر شیاطین بیان ایران رو بگیرن بتونن آزادی های اجتماعی رو از ما بگیرن. ولی مثلا مادر من که از یه نسل دیگه ای بود میگو میگیرن ازتون. و من هنوز نمیفهمم چرا اون زن که از نسل دیگری بود به این قطعیت میگفت همه رو میگیرن ازتون. پس بنابراین یک داناهایی هم در اون کشور بودن که اینها رو کسی ندید، کسی نشنید، مطبوعات زیر سانسور پژمرده شده بود، خسته شده بود و وقتی فضا براش باز شد اصلا وارد این نشد که بره اونایی رو که تو خونه ها هستن و دارن گریه میکنن ببینه و باهاشون مصاحبه بکنه. فقط مطبوعات میخواست اون عقده های سانسور چه میدونم چند صد ساله رو باز کنه و باز کرد و اون عقده ها اون مسیر رو ناهموارتر کرد برای تغییر، هموار کرد برای هر تغییری، ولی ناهموار کرد برای تغییری که بتونه بهبود به وجود بیاره و نه ویرانگری. مرسی خانم کار. سمانه و رقیه، ما اوردی نزدیک 50 دقیقه ضبط کردیم. من گمان نمی کنم شما اینا رو پخش کنین، ولی باشه 100 درصد پخش میکنیم. و رقیه جان اجازه بده سمانه اصلا سوالش رو نپرسیده، اول سمانه سوالش رو بپرسه و بعد بریم قسمت دوم، یعنی یه مقدار ورود بکنیم به 8 مارس. بفرمایید سمانه جان. مرسی رقیه، معذرت میخوام از اینکه جای تو رو گرفتم، با اینکه همیشه نوشتای منو لایک میکنی، دمت گرم. رشوه میدین به هم دیگه. من تشکر میکردم، میگم بهترین جاست در حضور شما. منم واقعا میخوام مثل بقیه بچه از شما خیلی تشکر بکنم به خاطر جسارتی که در این نوشته داشتید، برای اینکه همیشه تو خانواده خودم به هر کی میگفتم چرا انقلاب کردید میگفتن ما که نبودیم. برای من همیشه این سوال بود، پس اون جمعیتی که بیرون بودن کیا بودن، که من از هر کی میپرسم میگه ما که نبودیم. این سوال همیشه هست که خب اگه توی دوران پهلوی اونطوری که میگن رشد اقتصادی بوده، بیکاری و فقر و گرونی نبوده، طبقه متوسط با سرعت داشته رشد میکرده، همین اتفاقات بوده، پس چرا انقلاب شده؟ این همیشه سوال منم بود که این رو در خلال یادداشت شما، در واقع یادداشت‌های روزنامه‌نگارانه شما یا ژورنالیستی شما، واقعا گرفتم تا جایی جواب سوالم رو. و خب ما میدونیم که خیلی از روحانیان هم بودن که در زمانه انقلاب در واقع پشت انقلاب وای نایستادن، روحانی بودن، به انقلاب رأی ندادن، در انتخابات آره یا نه شرکت نکردن، بعدن هم اعلام براءت کردن و خود روح الله خمینی در موردشون گفتش که اینا یک ماجراجویان از خدا بیخبر هستن، اگه این جملهش درست یادم باشه. در واقع یه جور کامنت میخوام بدم، یه جور کامنت بیشتر تا واقعا شاید یه سوال باشه. یادم میاد که خیلی سالها پیش به نقل از یک جامعه شناس فرانسوی جایی خونده بودم، نمیدونم که واقعا اون درست بود، یعنی که گفته بود انقلاب ایران انقلاب بی سوادان بر با سوادان بوده. عین این جمله رو جایی پیدا نکردم، ولی بعدا وقتی که به آمار بی سوادی مراجعه کردم دیدم که خب نرخ بی سوادی اون سالها در ایران خیلی زیاد بوده. بعد اینو گذاشتم کنار همه اتفاقاتی که داره در این سالها میفته و با شرایط الان مقایسه کردم، یادداشتای شما باز منو خیلی به این فکر فرو برد که در برهه های دیگه ای در ایران بود که شاید احتمال وقوع این انقلاب میرفت و حتی جنبش های خیلی بزرگ مثل مهسا مثلا زمانی که بهار عربی اتفاق افتاد، خیلی ها میگفتن که نفر بعدی، یعنی کشور بعدی ایرانه. من این رو خیلی میشنیدم. اما
در همون زمان بعد از انقلاب ایران هم تا در تو ماه‌های نزدیک به اون، حتی تا سال بعد، ما توی گرانادا، توی نیکاراگوئه، توی زیمبابوه هم انقلاب داشتیم. آیا فکر میکنید انقلاب جمهوری اسلامی و 57، با توجه به اینکه خیلی ها با این صحبتهایی که شما تو این جلسه کردین نبودن، تو خونه بودن، میترسیدن، نیومدن، واقعا اون جمعیتی که میگن جمعیتی واقعی نبوده، یعنی سرشماری درست از اون روزها نیست و باز هم یک جور پروپاگاندا بوده، فکر میکنید این انقلاب فقط انقلاب انقلاب یک زمانی بود که اتفاق افتاد و حاصله جبر تاریخی یا جبر سیاسی بود، یا در واقع به نوعی برگرفته از سیاست کشورهای دیگه بود، سیاست خارجی کشورهای دیگه بود که گریبان ایران رو گرفت، و اگر خیلی از اتفاقات نبود، شرایط جور دیگه‌ای بود، واقعا ممکن بود که منجر به انقلاب نمی‌شد؟ خیلی زیاد حرف هست که واقعا برنامه شما ظرفیت اون همه حرف ها نداره و شاید منم اونقدر احاطه نداشته باشم، ولی حتی بخوام اشاره هم بکنم، ببینین یک بحثی که مطرح شد این بود که شاه بیمار بود و داروهایی مصرف میکرد که خب اصلا خود من که سرطان داشتم یک وقتی میتونم بفهمم که این داروها چه به روزگار درون آدم میاره. بالاخره یه تبعاتی داره. یک بحث دیگه این بود که میگفتن غرب نگرانی داره از اینکه شاید بعضیاشون میدونن از این بیماری با خبرن و از مرگ شاه میترسند، برای اینکه ولیعهدش طفله یا به هر حال نوجوانه. و حالا چرا میترسن؟ همون ترس همیشگی غرب از شرق، غرب از شوروی، یعنی اون ترس از شوروی که مبادا حالا ایرانو در یک لحظه‌ای که دیگه یه رهبر قدر قدرت نداره به بلعه، در حقیقت اون ترس غرب میتونه یه عامل باشه، ولی من اطمینان ندارم به این حرفم، چون برای حرف تاریخی آدم باید سند داشته باشه. من سند ندارم، ولی میتونم بفهمم که جنگ سرد، شاه در کمپ جنگ سرد بود به نفع غرب. شاه تکلیف داشت به علت بستگی به غرب که نگذاره مارکسیسم در ایران رشد بکنه. ساواک مسئول و مأمور یک چنین سیاستی بود. در این سیاست چنان غرق شدن، همون مثلا فرض بفرمایید تیتری که بهش اشاره کردین، مبارزات چریکی و مسلحانه، اینا عمده شد برای دستگاه امنیتی. و چیزی که کم بهش توجه شد و شاید اصلاً انقدر حقیرش دونستن که فکر نکردن میتونه اینجوری نه فقط ایران که خاورمیانه رو به این روزگار بنشونه، مراکز دینیه. به اون کمتر توجه شد. یعنی اگر خمینی در سال 1341 و 42 اونجوری نمی رفت روی منبر علیه امریکا و علیه زنان، مثلا خمینی هم سر جاش نشسته بود، داشت کارشه می کرد، داشت نفرگیریشه می کرد توی قم، منتها اون رفت منبر و پرچمی رو بلند کرد که اون پرچم اول دست مذهبی ها افتاد، برای اینکه اصلا غیر مذهبی ها نمی رفتن دنبالش. چرا نمی رفتن؟ برای اینکه اونا گرایش
اگر مخالف و منتقد بودن یا گرایش خیلی ملی داشتن یا چپ داشتن، نمی رفتن دنبال خمینی. نگاه غرب اینجوری بود به ایران که جنگ سرد رو جدی بگیر، و بعد که متوجه شدن و مطبوعات غرب، اون موقع من در جایی کار میکردم که یعنی سال اینی که دارم بهتون میگم سال 54، 55 باور کنید، 54 55 که مطبوعات غرب ترجمه مقالاتی که ضد شاه منتشر میشد میومد زیر دست من. شروعش با مطبوعات غرب بود و با بحث حقوق بشر بود، و خب درستم بود، به هر حال ایران اون موقع ناقض حقوق بشر بود، ولی اون ناقض حقوق بشر کجا، این ناقض حقوق بشر کجا؟ اما وقتی قرارش میدید در چارچوب، خب ناقض حقوق بشر بود در اون زمان، ما که این زمان رو ندیده بودیم، اون داشتیم تو اون زمان زندگی میکردیم، مثل اینکه اصلا برای ما این کره مریخ بود این زمان، اصلا باورش نمی کردیم که توی این زمان ما دوباره متولد بشیم. خب از نقض حقوق بشر شروع کردن مطبوعات غرب، اینا چیزایی که من میدونم. و خب حکومت ایرانم اشتباهات فراوان داشت. چرا باید مثلا یه نخست وزیری 13 سال نخست وزیر باشه در یک کشوری؟ شما فقط اینو نگاه کن، فقط اینو نگاه کن، اونم نخست وزیری که دائما میاد میگه من کسی نیستم، من فقط فرمان ملوکانه رو اجرا میکنم. خب این چی میده به مردم؟ بنابراین مردم همه ناراحتی ها نارضایتیاشونو همه رو به پای شاه میذارن، چون نخست وزیرشو حتی عوض نمیکنه. نخست وزیری که با صدای بلند میگه، بسیارم مرد خوبی بود، ولی با صدای بلند میگه من مجری اوامر ملوکانه هستم. پس بنابراین هم نارضایتی غرب و نگرانی غرب از اینکه شوروی ایرانو در یک لحظه خاصی به بلعه میتونه یکی از عوامل باشه، هم خطاهای فاحش شاه قبل از بحران و بعد از بحران. خب بعد از بحران شما ببینید یه فضای سیاسی رو باز کرد، بسیار خوب، خیلی خوب فضای سیاسی باز کرد، ولی درست مثل این بود که یه دیگه زودپزی که اونقدر پر از گازه یهو درشو برداری. خب چی میشه؟ همه زنا میدونن که آشپزخونهشون و خونهشون ممکنه که برباد بره. شما سالها اینه بسته نگه داشتین، در یک لحظه اعلام میکنی فضای باز سیاسی، لاغل مذاکره بکن با آمریکایا، بگو این فضای باز سیاسی رو ما در یه مقطع 3 ساله عمل میکنیم بهش، تا یواش یواش از قدرت انفجاری این دیگ کم بشه. اینا حرفای زیادیه که من دارم الان میزنم، چیزایی که همیشه با خودم فکر میکنم، وگرنه من نه تاریخ نویسم نه چنین ادعایی دارم. من دارم الان مثل یک شاهد عینی با شما حرف میزنم و نه چیز دیگه. بله بعدن که غرب اون هجوم مردم رو دید نسبت به خمینی و خودش هم برنامه یادم نمیاد، خط سبز مثل این که در دستور کارش بود، یعنی اجازه بده به کشورهای سرگردان که برن به سمت دین تا بتونن تناور بشن در برابر شوروی بیدین و اینجوری مسئولیت پیدا کنن از اینکه مارکسیستا در اون جوامع بتونن رهبری رو بگیرن و این کشورها رو
حکومت های مارکسیستی بیارن. اینم بود و باعث شد که همونطور که میدونید یک امریکایی بیاد و در لحظه ای که دیگه کار از دست شاه واقعا در رفته بود و به جایی که همون اول بختیار رو نخست وزیر کنه، یک آدمای عجیب و غریبی رو آورد و وارد دفتر نخست وزیری کرد، آقای ازهاری رو، آقای یادم نیست دیگه، نه هیچ کدوم اصلا نمیتونستن با مردم ارتباط برقرار بکنن، اینقدر مردم متنفر بودن ازشون. خب بختیارم دیر آورد و بعد امریکا خیلی صریح و روشن، بعدا در کتابایی که منتشر شد روشن شد، آمد و ارتش رو خونسا کرد، ارتش رو خونسا کرد و کار به دست خمینی و دوستانش افتاد، در حالی که تمام هم و غم نیروهای طرفدار شاه در اون دوران این بود که مبادا کمونیستا کشور رو بگیرن و بدن به شوروی. این بود که حتی بعضی وقتا خواستن از مذهب استفاده کنن برای هدفشون، که یکی از اونها بدون تردید برپایی حسینیه ارشاد و اجازه دادن به دکتر علی شریعتی بود. اگر ما یه مجموعه آزادی بیان داشتیم، البته دکتر علی شریعتی هم حق انسانیش بود که منبر داشته باشه، ولی آیا دیگر مخالفان شاه همزمان با دکتر علی شریعتی اینا امکان داشتن که منبر داشته باشن و حرف بزنن با مردم؟ چرا فقط حسینی ارشاد گل کرد؟ برای اینکه یه آزادی بیان خاصی رو ساواک براش قائل شده بود به هوای اینکه بتونه جلوی رشد کمونیسم در جوانهای ایرانی بگیره. خب طبیعیه که اون جوانهای سرگشته هم جذب این منابع شدن و بسیار از کسانی که شما اول صحبت ازشون یاد کردید، اینها بچه هایی بودن که در حسینیه ارشاد با سیاست آشنا شده. ممنون. کسی رقیه میخوای سوال بپرسی؟ من سوال دارم قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث در واقع زنان. یه بخش عمده ای از پرسش که داشتم همکنون جواب دارید و سمانه پرسید. من دوست دارم اینجا یه گیومه باز بکنم، اینکه بحث گوادالوپ، بحث در واقع نقش آفرینی غرب به خصوص در ایران همواره بحثی بوده که بخشی از چپ، انقلابیونی که در واقع فکر نمی کردن قرار حکومت مشروعه بشه، دائما میگن و این نقش رو پررنگ میکنن، که شما هم در نوشتتون از انقلاب سفید که نقش کندی رو مشخصا و خیلی به درستی و خیلی من کم دیده بودم جای این رو مشخصا بگن و واقعا یه جسارتی میخواست و یک جرأتی میخواست شما گفتین. من دوست دارم اینو بگم که میشل فوکو هم در اون زمان وقتی که در ایران اومد و مجموعه مقالاتی که گزارش شد که بعد از انقلاب بعدا در ایران به صورت یک مجموعه منتشر شد، همین قضیه در واقع مارکسیست حراسی و اون گفتمان جنگ سردی رو میدید و همزمان میدید که چگونه دارن در از بطن جامعه، از مساجد گرفته تا لایه های زیرین ارتش، اون هویت شیعی داره دوباره برش بر اون تبله زده میشه و گفتمان این که
حتی در مورد زنان، میخوام به این زنان برسم، زنانی که اگر بخوان پوشش اسلامی داشته باشن، چیزی که حالا بعد از روی کار آمدن محمد رضا پهلوی دیگه اون شرایط دوران رضا شاه نبود و این امکانش رو داشتن، ولی امکان کار کردن در خیلی از حداقل در دولت رو نداشتن و اینها جامعه رو تبدار این کرده بود. میشه فکر کنید خیلی قبل از انقلاب می نویسه، چندی ماه قبل از انقلاب می نویسه و میدید که احتمالا ما منتظر یک جامعه کاملا متشیع باید باشیم بعد از این، حالا یه نظام متشیع بیاد. و خب این اتفاق هم افتاد و به قول شما عجیب بود که خیلی ها نخواستن ببینن. شاید اینجوری بهتر بگیم، یا داره تکرار میشه. شما توی متنی که نوشته بودید یه بخشیش رو به مسئله زنان اختصاص داده بودید و خود شما به عنوان کسی که توی جنبش زنان نقش مهمی داشته و یکی از کتاب های مرجع در واقع زنان در ایران، کتابی که شما بر مفهوم خشونت علیه زنان نوشتید و یه کتاب جامعی که همچنان که همچنانه بعد از سالهای سال به عنوان یکی از کتاب های مرجع در دست ما هست، برای من خیلی مهم بود اینکه شما چگونه جایگاه زنان رو در قبل از انقلاب میدیدید. این روزه خیلی صحبت میشه که شاه یا در زمان پهلوی بهتره بگیم زنان به آن خواسته هایی که از دوران مشروطه داشتن رسیدن. المان هایی که ما داریم به عنوان اینکه چقدر جامعه مدنی در اون زمان جامعه زنان و جنبش زنانش داره پیش میره، چیز دیگه به ما نشون میده. یعنی در واقع نشون میده ما یه سری نهادهای مدنی که از بالا، حالا به تلاش یا شاه یا بستگان شاه یا فرح، تأسیس شده بودن به وجود میاد، اما در بطن جامعه ما همون سازمان های زنانی که میدیدیم که خیلی هم پیشرو بودن در زمان در واقع انقلاب مشروطه نیستن، غایبن، پنهانن و کجان رو ما در واقع اون المان نمیبینیم و ما یک دفعه قشری از زنان، یک بخشی از این زنان رو میبینیم که در این بازه 30 خورده ای ساله رشد نمو میکنن و یک غیبت زیادی از زنان بطن جامعه میبینیم که انگار نیستن تو آمارا، توی هیچ سازمانی نمیبینیم. من پرسشم از شما، پرسش اولم اینه که چقدر این، چون میخوام 8 مارس برسم و 8 مارسی که به یک ماه بعد از انقلاب 57 میاد بیرون و خودی نشون میده، در این پروسه انقلابی زنان کجا بودن و چه بخشی از زنان حواسشون به این بود که این تغییرات ممکنه که اینها رو به عقب برونه و اصلا آیا بساطی در واقع علیه این، حالا بساط میتونه یک نهاد باشه، سازمان باشه یا یک جنبش خفته ای، علیه این تغییر به سمت عقب و ارتجاع بود، حاضر بود و چه بر سرش اومد؟ اصلا نبود. اون مختصری هم که وجود داشت کاملا مجذوب خمینی شده بود. من یک کتابی دارم به نام شورش، یک کمی درش راجب اول انقلاب چیز نوشتم و نوشتم که من رفتم سراغ مثلا یک چهره بسیار متمایز راست از زنان که منتقد شاه هم بود و خواستم به ازش خواهش کنم که یه نیروی از زنان رو فوراً قبل از انقلاب درست بکنه تا دست کم جلوی لغو قانون حمایت خانواده رو بگیرن. و من حالا اسمشونم نمیارم چون خیلی دوستشون داشتن، ولی خب اونجا در کتابم آوردم و جریه دار میشن. وقتی که رفتم توی اتاق ایشون، خب عکس خمینی بالای سرشون بود و
موقعی که من نگرانیمو گفتم، من که کسی نبودم، حزب و دسته ای نداشتم، فقط میخواستم یادآوری کنم که یه کاری بکنید. وقتی که نگرانیمو گفتم خندید، سال خوردم بود، دستشو اینجوری برد به طرف عکس خمینی و گفت: چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. بعد خب من خیلی جوان بودم، مثل ایشون، مثل استاد ما، به خودم اجازه دادم، گفتم: منظورتون چیه؟ گفت: منظورم اینه که وقتی که ایشون در تمام زندگیش فقط یک زن گرفته، همین نشونه اینه که زنان ایرانی نباید نگرانی داشته باشه. خب کیفم رو برداشتم و خداحافظی کردم و رفتم. پیش نیروی چپ رفتم، نه حزب، زن. اونم که اصلا من راه نداد، گفت: شما ساواکی هستین که این نگرانی رو دارید. نبود چیزی برای مواجهه، و مواجهه و فکر کردن به مواجهه هم دیر بود. کار بدی نبود که سازمان زنان ایران رو حکومت وقت به وجود آورد. این سازمان خیلی برای زنان ایرانی کار کرده، خیلی، از نظر بهداشتی، از نظر کمک رسانی به بچه ها برای اینکه بهترین تغذیه رو داشته باشن. بچه های طبقات پایین، مادرها می رفتن سراغ شعب این سازمان، در همه کشورم بود، خیلی بهره می بردن. از نظر حقوقی یک عده زن حقوقدان وجود داشت که این هم خیلی خوب کار میکردن برای اینکه مثلا یه جوری این قانون مدنی رو که انقدر پایمال میکرد حقوق زن رو، یه کاری بکنن که بدون اینکه سر و صدای قوم در بیاد، یک بهبودی به وجود بیاد در وضعیت زن. اونا هم خیلی خوب کار میکردن و مرتبا جلسه میگذاشتن با نماینده های مجلس، با سناتورها، با کارشناسا و حتی با بعضی فقیهانی که این فقیهان هنوز سیاسی نشده بودن یا فقیهان درجه یک نبودن، فقیهان بودن که کمتر بهشون پرداخته میشد. در نظر عمومی اینا خیلی اعتبار نداشت، همه این کارا رو میکرد، ولی حتی حقوق به زبان ساده درس میدادن که خود من گاهی مدرسش بودم. ولی خب این سازمان رو زنان و مردان همه یه سازمان حکومتی میدونستن و مثل یه نهاد حکومتی هم در انقلاب انقلابیون باش برخورد کردن و دو تا خانم انقلابی رفتن و بهترین نشریاتی رو که در می آورد این سازمان، همه اینا رو آتیش زدن، طوری که ما دیگه برای یه جزوه در به در بودیم و پیدا هم نمی کردیم، چون همه رو به آتیش کشیده بودن. ولی اینو گفتم برای اینکه بگم خب خیلی نظرشون بر این است که سازمانای زنانه کوچیک دیگه به وجود نیومد. حالا یا خودشون نخواستن به وجود بیان یا فکر کردن ممکنه برن زیر سلطه این سازمان و چون دوست ندارن برن زیر سلطه این سازمان پس میگذرن از اون. اما یه دلیل دیگه هم داشت و اون استبداد روشنفکری در ایران. من همیشه معتقدم ما فقط استبداد سیاسی در ایران زمان شاه نداشتیم، استبداد دینی که سر جاش بود و خودشون نشون میداد در اون محافل خیلی سنتی که
همه یادمون میاد. استبداد روشنفکری مچ ما رو میگرفت، مچ زنایی رو میگرفت که در این محافل رفت و آمد داشتن و از حقوق زن حرف میزدن. اصلا ما مجاز نبودیم در این محافل از حقوق زن حرف بزنیم، چون میگفتن وقتی اون انقلابی که ما بهش معتقدیم اتفاق بیفته، خود به خود حقوق زن حل میشه، برای اینکه حقوق زن نمیتونه یه موضوع انتزاعی باشه، نمیشه جداگانه حقوق زن رو بهش نگاه کرد. حالا از این طرف اینو به صورت کلی در اون کانتکست مارکسیسم میگفتن، ولی از یه نظر دیگه علیه حکومت شاه میگفتن. و به محض اینکه زنی که در این محافل رفت و آمد داشت از حقوق زن حرف میزد، ربطش میدادن با به والا حضرت اشرف پهلوی و دیگه اون باید جمع میکرد، این محافل رو جمع میکرد، اگه نویسنده بود نوشتن کنار میذاشت، اگه شاعر بود شاعری رو کنار میذاشت. این استبداد دینی که من میگم قدرتمند بود، نشریات و مطبوعات روشنفکرانه در اختیارش بود. یه روزی سردبیر به من گفت من اگه بخوای درباره حقوق زن انقدر بنویسی دیگه مطالبتو چاپ نمی کنم، برای اینکه میشی مثل بقیه یه زنایی که با بالا حضرت اشرف پهلوی کار میکنن. به همین سادگی کسی دیگه، یکی دیگه از روشن فکر را که فهمید من دارم میخوام وکیل بشم، دلشو گرفت. خیلی هم آدم بزرگ و مهمی بود و زد به خنده و گفت ببین مهری درست مثل این مثل یک آدمی میشی که به جای اینکه دماغش سر جاش باشه رو پیشونیش در اومده باشه. من این نقلایی که میکنم از آدمای خیلی گنده است در حوزه روشن فکری، نه آدمای خرت و پرتی. پس ما گرفتار چندین سانسور بودیم. از طرفی به سوال عمده شما یا قبل از شما من جواب ندادم که این زنهایی که چادری بودن، خیلی هاشون هم تحصیل کرده بودن، اینها راه نداشتن به حکومت. اولا من فکر میکنم خودشون نمیخواستن، ولی این حرف رو هم قبول دارم که کوششی هم نشد برای اینکه اینها رو جلب و جذب بکنن به همون مجالس نمایشی. اون موقع مجالس ما، انتخابات ما آزاد نبود، به هم در همون حد قرارشون بدن در مقام سناتوری و اجازه داشته باشن با حجابشون در مجلس بنشینند، حرف بزنند. حالا مثلا از دو تا سناتور یا 5 تا زن نماینده مجلس با حجاب که حکومت تغییر نمی کرد، بهتر از وضعیتی بود که بعد. ولی زنان با حجاب مخصوصا در آموزش و پرورش خیلی تعدادشون زیاد بود. و خود من یک بار در به یک دبیرستانی تقریبا میتونم بگم احضار شدم بعد از یه مصاحبه ای که بر ضد نظام مهریه در تلویزیون زمان شاه داشتم. یه خانومی از یه دبیرستانی زنگ زد، گفت ما میخواییم با شما، من و معلم ها، یه چایی بخوریم، مصاحبتون دیدیم،
ولی صداش صدای یه زن مذهبی بود. بعد من به شوهرم گفتم من میترسم، این یه محله هم هست که من اصلا نمیدونم کجاست، اگه میشه تو با من بیا اون پشت و پسلا پارک کن تا من برگردم. رفتم، منو محاکمه کردن. این آموزش پرورش شاه بود، این آموزش پرورش خمینی نبود، ولی آموزش پرورش خمینی بود که اسلام چه حقوقی به زن میده، شما این حرفی که زدین بیجا بوده، مهریه اینجوری اونجا، خلاصه در حرف بعدی هم نمیزدن. ولی من مواجه شدم با اینکه ای بابا، تو این مملکت یه حکومت دیگه هم وجود داره که ما ازش بیخبریم. بعدن که دیگه دنیا سر ما کوبید و من آواره شدم، رفتم سراغ کتاب منتظری که زیراکسی هم بود. وقتی اونو خوندم دیدم ای بابا، این آقای خمینی سالها بوده داشته اونجا کار میکرده، داشته فداییان اسلام رو داشته چاق میکرده، فربه میکرده. آخوندها زیر بارش نمیرفتن، آخوندهای گنده حاضر نبودن حمایت بکنن از فداییان اسلام، و این شروع میکرده به بلاک کردن اون آخوندی که طرفداری نمیکرده از فداییان اسلام. ای بابا، ما اصلا نمیدونستیم، ما اونجا نبودیم. در کشوری که آزادی بیان وجود نداشت برای من، که نه کمونیست بودم نه ضد شاه بودم، فقط یه آدم دوست داشتم اجتماعی بنویسم، برای من نبود، ولی برای سه تا آخوند بود که بنویسن نه در شیعه نه در تسنن چیزی به نام حق زن برای رفتن به مجلس یا رأی دادن وجود نداره. من خودم این کتاب رو در قم از یک کتابخونه خریدم، کتاب فروشی. و ساواک کجا بود؟ اگه ساواک منو سانسور میکرد یا دیگرانو یا روشنفکرانو، خب این که کاملا شاه نقد کرده بود، حداقل میذاشت این نقد منتشر بشه، مخالفان فقیه این نقد هم بیان حرف بزنن و یه تعادلی به اون جامعه داده بشه. ما یه جامعه بی تعادل داشتیم. این کلمه رو الان من خیلی دوست دارم بگم، همین الان به نظرم رسید، جامعه بی تعادل محکوم به فنا شدن. جامعه تکثرگرا باید همه انواع فکراش بتونن در مباحثه با همدیگه باشن تا اون جامعه سرپا باشه. حالا اسمش دموکراسی، منه اسمش حزبه. خب وقتی که شما میگی یه دونه حزبه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا، یا برو بیرون، خب همین میشه دیگه. یه مدرسه دبیرستان دخترونه میشه مرکز یک حزب که زیر زمینی هم نیست، روی زمینه، و اون خانوم هم همشون از دولت حقوق می گرفتن. پس میشه گفت که یک بیموبالاتی وجود داشت که این بیموبالاتی هزار تا عامل داشت. من حالا فقط به عنوان تجربه های شخصی خودم حرف زدم. هر آدمی که شاهدی بوده بر اون دوران خیلی تجربه داره، و من امیدوارم اینا رو همه بنویسن. یعنی اگه ننویسن، تاریخ نویس نمیتونه ایران رو بنویسه، ایران نمیتونه ایران زمان شاه رو بنویسه، هی مجبور راجب نخست وزیر و فلان فلان حرف بزنه، نمیتونه تاریخ جمهوری اسلامی.
من فکر میکنم برای نوشتن همچین چیزی خود نویسنده مثل شما نیاز داره که بشینه و منصفانه و با دید جامعه شناسانه در واقع بنویسه، تا اینکه قبل از اینکه بنویسه به قول انگلیسا یه چکش دستش باشه و دنبال میخ بگرده، یعنی اگه با خودش روشن آره بخواد فوش بده 57، آخه برو 57 رو بخون. میدونم نمیتونی بخونی، نیست جایی که بخونی، من اینو میفهمم. اونایی هم که شاهدش بودن اینجوری، مثل اون موقع که ما ضد انقلاب بودیم خفه شده بودیم، الان هم باز باید خفه بشیم. یعنی دو جور خفه شدن، بله نسبت دو جور. اما چی میخواستم بگم؟ حالا از من ذهنم. وسط حرفتون پریدم، نه فرار. نه 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 مهم نیست. من خواستم اینو بگم که آیدا مجبور شد که بره، باید میرفت، آره عذرخواهی دیگه، کرد، آخه ما زیاد حرف میزن. نخواست کلامتون رو وسطش بیاد، مثل من بیادب نیستش آیدا. نه خواهش میکنم. و عذرخواهی کرد، خداحافظی کرد ازتون، ولی دو سه تا سوال برای من فرستاده. رقیه جان شما سوالتو بگو، چون دو تا سوالی که برای من فرستاده یکی از سوالای منم هست، نتیجتا من سوال آیدا رو بعد میخونم. بفرمایید. مرسی مرسی، چقدر نکات مهمی رو گفتید خانم کار. من واقعا الان که دارم فکر میکنم، روایت هایی رو که از افراد مختلف خصوصا زندانیان سیاسی دهه 60 شنیده بودم تا به حال، وقتی کنار هم گذاشتم به این نگاهی که در واقع شما الان به صورت جامع بهش پرداختید که نبود نهادی که در واقع از زن بگه و اجازه نمیداد، اون استبداد روشنفکری و استبداد دینی اجازه نمیداد که صدای بلند بشه، کاملا یعنی واقف شدم بهش. یه بحثی که مطرح هست این است که اگر که نبود، چه کسانی بودن که یک ماه بعد از انقلاب، تقریبا میشه یک ماه دیگه، 17 کمتر از یک ماه، 17 اسفند، اومدن تو خیابون و پروگرسیو ترین رفتاری رو که میشد نشون بدن نشون دادن. ببین، من روایت های مختلفی رو شنیدم از فعالای سیاسی و زندانی های سیاسی سابق که قبل از زمان شاه، موقع که اینا تو دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز دانشجو بودن، به پای زنایی که پاهاشون لخت بوده، مینی ژوب پوشیده بودن، اینا تخم مرغ میزدن، یعنی پرت میکردن به سمتشون. تو اون فضا یک ماه بعد از اینکه نظام سر کار اومده، ما زنانی رو میبینیم که شجاعانه میان تو خیابون و از حق آزادی پوشش برای خودشون دفاع میکنن. اینا پس کی بودن اگر که نهادی وجود نداشت، اگر که سازماندهی وجود نداشت، اگر که زنانی بودن که مدام خفه شده بودن، دستی گلوشون رو مدام گرفته بود و خفهشون کرده بود، پس اینا کیا بودن؟ البته من خودم تا یه حدودی نظری دارم، تا شما بگید بعدش منم حالا حتما منم ممکنه تمام که بذارم. دقیق نتونم بگم، برای اینکه ما تلفنی با هم فقط تصمیم گرفتیم، اما باز یه هسته داشت، یادت باشه، هستش کانون وکلای ایران تهران بود. در اون هسته زنانی بودن، چند تا زن بودن، زیادم نبودن، دو سه تا زن وکیل بود، یکی بود مدیر داخلی، یادشون به خیر، امیدوارم سلامت باشن، باز از ترسم اسم نمیگم. اینا اومدن و اعلام کردن، یادم نیست چجوری اعلام کردن، واقعا یادم نیست، باید اینه برن ببینن، ما که تو ایران نیستیم، دستمون کوتاه از این منابع. و من یادمه ما پول گذاشتیم، نفری مثلا 5 تومن 10 تومن شد 100 تومن، یه دونه بلنگو خرید، از این بلنگو شیپوریا، و اینا اعلام کردن که تو دادگستری میخوان اعتراض بکنن. هنوزم اینا باورشون نمیشد که
زنا اینجوری هجوم ببرن به دادگستری. حالا میان 4 نفر 5 نفر میان، همه تلفنی هم دیگر خبر کرد. اما یه سازمانای کوچک چپ هم بودن که اونها رو ما میشناختیم، میدونستیم خب این یه سازمان کوچیکی داره به هر حال، ولی عمدتا فردی بود قضیه، اما هسته داشت. هسته چند تا وکیل زن بودن تو کانون وکلای دادگستری و اون هجوم اتفاق افتاد و به هر حال ادامه پیدا کرد، به شکلهای مختلف بعدش ادامه پیدا کرد. اما چون مواجه شد، حالا این سرکوب هم انواع داشت، یکیش این بود که من یادم میاد به ما فحشای رکیک میدادن وقتی بیرون دادگستری بودیم، تا توی دادگستری بودیم نه، بیرون دادگستری یه مردایی می اومدن و فحشای خیلی بد میدادن، طوری که خودش باعث متفرق شدن میشد، چون ما نشنیده بودیم، ما همچین برخوردایی نداشتیم. بعد که دم نخست وزیری رو که میدونین که زنهای سیاه پوش رفتن که اونا رو به بختیار نسبت دادن، باز دوباره شکلهای دیگه، ولی تمامش فردی بود. سازمان قبل از انقلابی زنان ما دیگه نداشتیم. زنان خیلی خوبی هم که در سازمان زنان کار میکردن، اینا رو پخش کردن بین نهادهایی مثل مثلا بهزیستی یا جاهای دیگه، برای اینکه اصلا اسم سازمان زنان وجود نداشته باشه، در حالی که خب میتونستن عکسای حالا والا حضرت از زیبارا وردارن، آتیشش هم نزنن و تبدیلش همون جوری بذارن، یه نهاد زنان بمونه دیگه، اشکالی نداشت. ولی به هر حال اینا ایده تخریب داشتن که بعد تبدیلش کردن به ایدئولوژی. ایده همیشه ایدئولوژی نیست، ولی وقتی که حکومت تشکیل بشه میتونن تبدیلش بکنن به ایدئولوژی. تخریب شد ایدئولوژی به نظر من در ایران. اما سازمان زنان گنده‌ای نبود که دستش پشت این قضیه باشه. حالا شما ببینین این زنانی که، باز من حرفایی میزنم که زنها رو عصبانی میکنه، میدونم، من شاهد بودم که زنهای بیهجاب خودشون با هجاب شدن توی دستجات تظاهرات، من شاهد بودم که خودشون چادر رو از مردای مذهبی که سردر مساجد وای میستادن، چادرهای نوع مشکی کادو میکردن میگرفتن، نایلونش باز میکردن، همونجا سرشون میکردن. استدلالشون هم استدلالی بود که شاید مثلا زنها در الجزایر یه جور دیگه شو داشتن، بیشتر از اینا استفاده میکردن. گفتن ما با یه تیک پارچه داریم میریم به جنگ استعمار. خب وقتی اون اتفاق افتاد که فرمان حجاب اجباری صادر شد، این عجیب ترین شوکی بود که به زنای بی حجاب وارد شد و حتی من میشناختم به زنای با حجاب، برای اینکه این زنای با حجاب میخواستن دختراشون بی حجاب باشن، نه همشون، بخش بزرگشون تصمیمشون این بود که دختراشون با حجاب باشن، بی حجاب باشن، و اینا هم شوکه شده بود. از اینا مهمتر بعدش ما تحسن کارآموزان قضایی رو داشتیم در دادگستری که هیچ کس بهش نمی پردازه. یک هفته اینا نشستن، کارآموزایی که وقتی که قضاوت رو گرفتن از زنا نشستن تو دادگستری، مردم بهشون براشون قضا می بردن. بعد از یه هفته اینا رو در و داغون کردن، ریختن بیرون. مقاومت زنا خیلی زیاد بوده، اون که دیگه حجاب نبود، سازمان نداشت،
مقاومت زنها در برابر لغو قانون حمایت خانواده خیلی زیاد بود. باز مواجه شدیم با اون مردای گردن کلفتی که یهو ظاهر می شدن و فوشای عجیب و غریب به ما می دادن. فوشای رکیک که واقعا باعث می شد اون موقع زنها اینجوری نبودن، نشنیده بودن، ندیده بودن یه همچین برخوردهایی رو، متفرق می شدن. من یه دونه عکس دیدم که خودم رو دارم می بینم که دارم فرار می کنم. هیچ کس نمی دونه اون منم، خودم فقط خودم می شناسم. قرار گرفتیم در برابر یه آخوندی که معلوم نیست چی داره به ما میگه. من دیگه یادم نیست این چی میگفته، فقط خودم رو میبینم که دارم فرار میکنم. دستجات، ببینین از اول انقلاب این اتفاق افتاد که کپه 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 مردم جمع میشدن، چون ما حزب و اینا نداشتیم، کپه کپه جمع میشدن با هم حرف میزدن. هنوز سرکوب اتفاق نیفتاده بود، شاید بشه گفت هنوز اصلا 22 بهمن نبود، ولی کپه کپه شما میدیدید دور دانشگاه کپه کپه وایسادن، دور یه جای دیگه کپه حرف میزدن، و ولی نه حزب بود نه دسته بود. حزب و دسته کار خودشو میکرد و همونایی بودن که اونجوری داغونشون کردن و دهه 60 واقعا حذفشون کردن، حذف فیزیکیشون کردن. اما زنا، من به ضرس قاطع میگم، خودجوش بود. یعنی این روسری، حتی به این روسری بیشتر بها میدادن تا به قوانین. انگار هنوزم همینطوره. من یه وقتا خیلی ناراحت میشم، میگم این همه قوانین عجیب تو این ساختار وجود داره، نه این رسانه ها دیگه بهش میپردازن، نه خودشون از درون که دیگه خب پدرشون در اومده، شاید اصلا دیگه حقوقدانی رو نذاشتن حرف بزنه که درباره قوانین حرف بزنه. درسته که حجاب نماده، نماد سرکوبه برای زنا، ولی قوانین فراموش شده در ایران. هیچ کس درباره قانون حرف نمیزنه. مرسی. اگه اجازه بدین مریم هم سوالش رو بپرسه، چون فکر میکنم خیلی مرتبطه وسط صحبت شما. دست بالا. مرسی شادیار جان. من راستش دوباره میخوام برگردم به صحبتهای خود خانم کار. یه اشاره خیلی مهمی در مورد ثبت روایتهای شخصی شاهدان عینی کردین، مثل خودتون که اونجا بودین. من فکر میکنم این یکی از مهمترین اتفاقاتیه که شاید اگه بیفته به روشن شدن در واقع نگاه کسانی که نبودن یا خیلی بچه بودن یا شاهد نبودن یا توی خونه ها بودن به هر شکل کمک کنه. من یکی از صادقانه ترین روایت هایی که در مورد حوادث روزهای آخر، یعنی از دی ماه 57 تا 22 بهمن 57 خوندم، کتاب در حضر خانم امیرشاهیه که بسیار درخشان، اون هم فقط روایت شخصی نوشته، یعنی در واقع شما فقط میبینید اون چه که خودش شاهد بوده و هیچ وقت تحلیل نکرده، نه در حالی که میتونه چون روزنامه‌نگار بوده میتونسته تحلیل هم بیاره، ولی انگار که فقط خاطراتش رو نوشته از اتفاقاتی که در اون بازه زمانی، از زمانی که شاه از ایران رفت تا موقعی که تا همین در واقع اسفند 57 هم توش هست، این تظاهرات زن روز 8 مارس که زنان بودن، و اون هم دقیقاً به این نکاتی که شما میگین اشاره میکنه که شوکه شده بوده، حیرت زده بوده از الفاظ رکیکی که برای اولین بار در خیابون میشنیده، جوانهایی که 16 17 ساله بودن و مثلا پشت سیبیلشون تازه ثبت شده بوده با اسلحه و با اعمال قدرت، انگار فضا پیدا کرده بودن که حالا مثلا خودی نشون بدن، و یه به یه نوعی در واقع داره میگه که آنچه که رخ داد همون چیزی که شما گفتین یک بیموبالاتی بود که در مجموعه در واقع هم جامعه هم حکومت هم روشنفکران هم همه چیزی به یه سمت و سوی رفت که انگار نباید میرفت، اصلا خودشون هم انتظار نداشتن که به این سمت و سو بره. من میخوام بدونم که
چون بعضی چیزا که میگین خیلی شبیه، مثلا همین الان هم در جنبش زن زندگی آزادی متاسفانه وقتی اتفاقی میافتاد که زنان بهش نقدی میکردند، به همون شکل به جای اینکه با اسلحه و اون آدمای بسیجی با اسلحه هاشون بیان، با همین توییت و حمله های سایبری و اینا حمله میکردن. من خاطرم هست که در ابتدای جنبش زن زندگی آزادی، همون موقع که شعار مرد میهن آبادی رو به زن زندگی آزادی اضافه کردن، صفحه های همه ماهایی که نسبت به این موضوع موضع گرفتیم زیر ریپورت و حمله قرار گرفت و خیلی همون مجبور شدیم صفحه‌مون رو خصوصی کنیم که فقط نجات بدیم در واقع اون صفحه رو و محتوایی که تولید میشه رو از دست ندیم که فردا دوباره بخوایم از نو شروع بکنیم. میخوام بدونم که ما الان از اون چه که رخ داد، در واقع اگه بخوایم بازخوانی بکنیم، چه درسی میگیریم که امروز دوباره به اون، یعنی این جنبش مترقی زن زندگی آزادی که شعارش مترقی بود، در انحصار گروه خاصی نبود، آدمهای مختلفی بهش پیوستن، حتی کسانی که سیاسی فکر نمی کردن باش همراه شدن، چیکار کنیم که این دستاورد از دست نره و همچنان روی مسئله زنان متمرکز بمونه؟ خیلی سوال سختیه و این سوال رو من خودم هم از خودم میکنم و جوابی براش ندارم. علتش اینه که دیگه یه جمعیت بزرگ، حالا ما نمیگیم همه مردم ایران، یه جمعیت بزرگ درون کشور بیرون کشور دیگه اصلا طاقت اینو ندارن که از صبوری بشنون، آمادگی اینم ندارن که بیان تو خیابون جونشون یا مالشون یا امنیتشون از دست بدن. ببینین این فرق میکنه با 57. صبوری ندارن، تجربه پشت سر بهشون اعلام خطر میکنه که مبادا بیان بیرون و حالا اگه یه دونه خونه دارن، دو تا ماشین دارن، نمیدونم یه خورده پول دارن تو بانک، اینا رو هم از دست بدن، زندانم برن، وثیقه‌ام بخوان ازشون، حالا نمیگم حتما اعدامشون کنن و همه چیز از دستشون بره یا آواره بشن مثل ماها. به هر حال اینا همه درس عبرت در برابر مردم ایران. در 57 مردم ایران این درس عبرت رو نداشتن. همش درس عبرته، یعنی این حکومت میفهمه که فقط درس عبرت میده، یعنی میگیره چند تا جوون فقیر از خانواده بی بضاعت اعدام میکنه، اعدام میشه یه حیولا در ذهن اون آدمی که نمیخواد سر به تن این حکومت باشه، معلومه که میترسه. این است که من مثلا اگر که فرض کنین 5 سال پیش بود، ما میگفتیم خب این جامعه مدنی رو اگه بشه آهسته فربهش کرد، بهترین راهه که حالا زود نرسیم به چیزی، دیر برسیم، ولی اگر دیر میرسیم یه فضای متعادل تری برای این گذار وجود داشته باشه. من دلم میخواد یه بار دیگه از اول بشینم حرفای شما رو گوش کنم. نه سوال و جوابا رو که میتونیم چیز کنیم. حرفای من مثل یه شاهد بود، نه مثل یه یعنی اگه اینو بفهمن آسونتر گوش میدن بهش. یه شاهده، چون میگه من خیلی چیزا دارم نگفته، ولی خب وقتی نیست، فرصتی نیست واقعا. آخر حرفتون اشک منو در آورد واقعا. من دوست ندارم نسل شما تموم بشه. تموم شده، قبول کن که تموم شده. برای همین بود که من اون نسل 57 فلان فلان شده رو نمیشتم. تموم شده، رنجش هم کشیده. مگه نسل 57 از انقلاب چیزی به دست بود غیر از اونایی که با خود اینا بودن؟ تازه اونا رو هم فرستادن جنگ کشته شدن. مرسی خانم. تا برو دخترتو بردار، از همه مهمتر. قربونتون برم، امیدوارم اینجا محکم بغلتون کنم. قربونتون برم، مرسی. فقط اینا رو نگه دارین، مهم نیست چیش پخش میشه چیش نمیشه. حالا سعی میکنیم که همش پخش بشه. خب نه، ممکنه که بالاخره کار مدیا کار محدودیه.
خب رقیه بفرم. من حقیقتش میخوام بیشتر یه کامنت، نمیدونم سوال بشه گفت یا نه. این بحثی که مطرح کردید از اینکه زنها به شکل انفرادی بیرون میمدن، یعنی مشخصا توی 8 مارس و البته ببخشید رقیه جان، تنها چیز ارتباطی ما تلفن بود. یکی به من زنگ میزد میگفت تو به هر کی میشناسی زنگ میزد، من به یکی زنگ میزدم میگفتم تو به هر کی میشناسی زنگ میزد. شبکه و نتورک ما فقط تلفن و تلفن دستی هم که نداشتیم. هنوز اینا شنود و اینا به اون صورت پیشرفته سرکوبی که بعد پیدا کردن نداشتن. بله. واقعیت اینه که امروز هم اگر که بخوایم نگاه بکنیم یه همچین فضاییه، یعنی من به حضور زنا از سال 88 که خودم شاهد زندش هستم و اون جمعیت عظیم 25 خرداد رو شاهدش بودم. اون لحظه که شما از جمعیت حرف زدید، من توی خیابون جمالزاده بودم، داشتم میمدم به سمت انقلاب با یکی از دوستانم به سمت خیابون آزادی. یک لحظه شکلگیری اون جمعیت رو دیدم و اونقدر بزرگ بود، اونقدر در واقع واقعا سیل جمعیت که میگن، سیل جمعیت مثل آهن روباس. چجوری؟ یه آهن رو بذار اینجا، هرچی سنجاق قفلی و اینا هست میچسبه بهش. واقعا همینطوره، اون موقع دیگه هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. همینطوره. بله. حالا بیشتر بحثم این بود که همین امروزم هم همینطوریه. وقتی که ژینا همینی رو به قتل رسوندن، کشته شد و زنا چند ساعت بعدش بود، ما یه گروهی داشتیم، من با اینکه بیرون از ایران بودم هنوز با دوستام ارتباط داشتم، یه گروهی داشتیم، توی اون گروه نوشتن که داریم میریم تو خیابون حجاب، فکر میکنم روز بعدش بود. اون از همین راه دور، از همین 12-13 هزار کیلومتر این طرفتر، اون شکلگیری جمعیت رو دیدم و فکر میکنم که واقعا شاید این خصلت جنبش های اجتماعی جدیده که حتی به صورت انفرادی هم میتونن در واقع شکل بدن هسته مقاومت رو، میتونن گسترده بکنن هسته ناگهانی رو. ناگهانی میتونن تصادفی، حتی بهتری بگیم تصادفی. تصادفی اون هسته مقاومت رو شکل بدن و گسترشش بدن. فکر میکنم لاکلاوی که در مورد این حرف میزنه که انقلاب ها لزوماً به اون شکل در واقع سابق نیستن، حول یک دال توهی در واقع اون هسته انقلابی شکل میگیره و انقلاب صورت میگیره. این شاید بشه گفت که خصلت در واقع چطور بگم، خواسته ها و اون آرمان برابری خواهانه جنسیتیه، به واسطه اینکه خب یک امر جدیده، یک امر مدرنه و به این شکل خودش رو نشون میده. من تنها حرفم همین بود، ممنونم ازت. و حالا من اجازه بده که فراتر از اینم بگم، و اون اینه که در کشورهایی که سرکوب خیلی سنگینه هیچ رهبری شکل نمیگیره. مثلا توی زندان، من یه زندان کوتاهی بودم همونطور که میدونی، کمتر از 2 ماه. مهمترین حرفی که به من زد بازی بشه کنم، بر چی منو گرفتی؟ بر چی از من انقدر سوال میکنی؟ اونم از روزنامه کیهان، از روی روزنامه کیهان جلوش بود، از روی روزنامه کیهان از من سوال میکرد. گفت برای اینکه شما داری دخترای ما رو به سمت خودت میکشی. من فکر کردم این داره حرفایی از این مزخرفات اخلاقی که به همه میگن میگه. گفتم چی؟ خب بکشم، مگه من کار بدی میکنم؟ گفت نه نه نه، دست پاچه شد. گفت نه، منظورم این نبود خانم، منظورم اینه که ما تحقیق کردیم دخترای محجبه دانشگاهی کتابای شما رو میخون.
و ما متوجه شدیم که شما آرمان داریم. خب وقتی در یه جامعه ای حتی خرده رهبری رو نمیذاره جون بگیره، خرده رهبری در حدی که مثلا توی دانشگاه تحقیق کردن 4 تا دانشجوی دختر داشتن که تو بای من میخوندن مثلا، خب رهبری شکل نمیگیره، اون رهبری بزرگ هم شکل نمیگیره. وقتی شکل نمیگیره این دیگه سرنوشت محتوم اون جامعه است که همینجوری کار بکنه، همینجوری که ما گفتیم راجع به حجاب، راجع به قانون حمایت خانواده. خب این گاهی به جایی میرسه ولی اغلب به جایی نمیرسه، مگر در دراز مدت که اینا بتونن به هم لااقل بپیوندن. شما 3 ماه اول جنبش مهسا کی گفت زنده باد کی، کی گفت مرده باد کی؟ هیچ کس. اسم یک نفر آورده میشه. بعد از 3 ماه تحت تاثیر یه بقایی درون ایران بیرون ایران اون شکل خالص و زیبای خودشو یه مقدار از دست داد، ولی چون در مرکزش زن بود و هست و حجاب ماندگار شده، در غیر این صورت همین هم ماندگار نشده بود، البته به صورت ضعیف، خیلی هم ما نمیتونیم بگیم خیلی قوی. خب من کلی سوال دارم. قسمت من الله الرحمن الرحیم، تو کجا بودی؟ دو تا سوال در مورد کتاب زنان تاثیرگذار ایران قبل از رفتن شاهدا پرسیده که خیلی همپوشانی داره با سوالی که من تهیه کرده بودم و خیلی جالبه که هم فکر بودیم و که قبلا اصلا با هم هماهنگ نکرده بودیم. سوال اولم اینه که جالب بود که مریم و رقیه در موردش صحبت کردن، به خصوص مریم روش خیلی پافشاری داشت، در واقع به این ربط داره. ما کتاب زنان تاثیرگذار ایران رو تلاشمون این بود که برگردیم به اون روایتگری ها، روایتگری هایی که حالا یا ما زنانی که هم تو این جلسه هستیم یا زنانی که در ایران هستن خودشون بنویسن، بگن که از چه زنی تاثیر گرفتن، فارغ از این که این زن چقدر مشهوره یا چقدر در همین جامعه مردسالار چون در اون الگوها گنجیده خب خیلی دیده، ازش تقدیر شده یا نشده. و این شاید اولین قدمی بود که ما گذاشتیم، که شما یکی از اسامی بودید که در این کتاب هست و مسئله اینجاست که کسانی که اینو نوشته بودن ما برای شما فرستادیم این رو. شما چقدر آنچه که در موردتون نوشته شده بود رو شبیه به آنچه که خودتون از تاثیرگذاری خودتون تلقی داشتید دیدید؟ در واقع مهرانگیزه کار اگر بخواد خودش بگه که چه تاثیراتی گذاشته یا قصدش رو داشته که بگذاره، چقدر مطابقت داشت با اون چیزی که دریافت شد و در این کتاب منعکس شده؟ ببینین، خب اینم تاریخچه داره دیگه، سوالایی میکنین که مجبورم زیاد حرف بزنم که اصلا به دردتون نمیخوره. ببینید من وقتی شروع کردم بعد از جنگ بود، چون تا قبل از جنگ که همه روزنه ها بسته بود، جنگ که تموم شد یه اجازه های مختصری دادن، البته اون ماهنامه زنان قبل از جنگ هم منتشر میشد، ولی بعد از جنگ بود که من جذب شدم. در اونجا ما کاملا دست به عصا را می رفتیم، ولی به نسبت مجله های دیگه خب برهنه تر من حرف می زدم. مجله انقلابی بود، در مجموعه کیان بود که از کیهان جدا شده بودن. ابتدایی که من وارد این به دعوت سردبیرش وارد این مجله شدم، دوستان به اصطلاح طاغوتی خودم از دست دادم، چون
منو متهم میکردن که من دارم با انقلابیون همکاری میکنم. ببینید همه اینو پر از پیچیدگی و گرفتاریه. ما فقط حکومت رو میبینیم، در حالی که سوای حکومت ما خیلی گرفتاری های فرهنگی داریم. به جایی که خوشحال بشن، خب یه آدمی بالاخره تونسته خودش رو وارد جریانی بکنه که بسیار سخت بوده. برای اینکه من عکس بیهجابم دائما چاپ می شده در زمان انقلاب، نمیدونم مقاله هم چاپ می شده. خب این کار برای این زن آسون نبوده که وارد این مجله بشه. اما میخوام تند میگذرم. بعد از یه مدتی تمام اونایی که با من قهر کرده بودن همه اونا شدن خواننده این نشریه. بنابراین ببین در محیط های خیلی بسته 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 هم من چیزی که برای خودم ارزش قائلم برای کارام اینه که به خودم ثابت کردم که در محیط های بسیار بسته سیاسی اگه آدم بلد باشه یک تکتیک استراتژی یا هر چیزی انتخاب بکنه میشه نفوذ کرد. معنیش هم نفوذ این نیست که حالا بریم از اون تو خراب بکنیم، نه، میشه وارد شد و حرفای خودشو زد. این تجربه تاریخی منه و من به این مغرور. اما در مورد سوال دیگه شما، من حتی توی کتاب ایمان بخون آلوده اگه دیده باشین که نشر گردون برلین چاپ کرده، گفتم من وقتی که مثلا در یه موردی توی دادگستری یه توفیق کوچولو پیدا می کردم، به نظرم می اومد اولین زن فضانوردیم که رفته فضا. از بس سخت بود اون کار. الان که نگاش کنیم منو مسخره می کنیم، میگیم برای این تو اینقدر خوشحال شدی، ولی اون موقع همین حد مهم بود، همین اندازه مهم بود. و من این احساسم رو نوشتم بیرو در بستی نوشتم وقتی آخونده به من اجازه داد که مثلا یادم رفته جب. پرونده هر بخونم و اجازه داد بشینم، من احساس کردم رفتم هوا. حالا ببینین بستگی در چه حد بوده. یا وقتی به من گفت به این شرط پرونده رو میدم بخونی که تون تون بخونی که تا هوا هنوز خندم میگیره، تا هوا تاریک نشده بری خونه سر شوهر و زندگیت، مبادا تاریک بشه بیرون باشی. ببینی اون جامعه شناختش خیلی سخته با وجود جمهوری اسلامی و حتی پیش از جمهوری اسلامی خیلی پیچیده است. خب این یک جست تبلیغاتی منه که توی اون کتاب نوشتمش. یکی دیگه هم گفت واقعا زنای نه با حجاب اجباری، زنای خانواده های مذهبی دختر جوانای دانشجو می اومدن سراغم. یه دفعه اون خانم اومده بود و یه کتاب از من گرفت و یه ذره من حرف زد و رفت دانشجو بود و تلفن من زنگ زد، من برداشتم. گفت خانم کار شما این؟ گفتم بله. گفت من مادر فلانی هستم، حالا اون دختری که پیش من بود. گفتم بله بفرمایید، دخترتون نیستن الان رفتن. گفت اونجا چه خبر بود؟ گفتم یه جلسه بود. شما اگر بدونید این چه فریادایی کشید. جلسه؟ جلسه؟ دختر من توی جلسه؟ و گوشی رو زد زمین و من تازه فهمیدم پدر این دختر رو در بود. خیلی نریزه، خیلی باریکه. الان من 21 ساله از ایران دورم، خیلی قصه میخورم که این ریز ریزا رو ندیدم. 21 سال
چون اگه دیده بودم الان با شما یه جور دیگه حرف میزدم. من اطمینان ندارم دیگه الان حرفم که توی اون بهشت یا جهنم نیستم درست باشه، ولی اینو میدونم که نه فقط با حضور من در میدان و بلکه با حضور خانم شیرین عبادی در میدان نرخ دانشجوهایی که خواستن برن حقوق بخونن بالا رفت و روزی نبود که ما از اینا تلفن نداشته باشیم. اینم یه چیزی بود که تجربه من بود، تجربی بود برای من نبیشتی. من فکر می‌کنم خیلی لازمه که یادی بکنیم از زنانی که وکیلن این روزها یا در زندانن یا بله شما الان ببینین خانمی که از زندان اومده بیرون بعد مرده، وکیل یا یه وکیلی که الان گرفتنش، همینطور داره میگیرن و شما نمیدونین اصلا حضور وکیل برای اینا مثل حضور شیطان بود. نه زن و مردم فرق نمی کرد، اما حضور زن وکیل حقارت بود براشون، یعنی تحقیر می شدن که یه زنی بیاد بگه من وکیلم اینم لایحه. نه نگاهت می کردن نه لایحه تو می خوندن. این مسئله خشونت سیستماتیکی که شما این مدت اصلا صحبت کردید در موردش، چه از جامعه، چه از بخش روشنفکران جامعه، چه از حکومت ها من جمله جمهوری اسلامی گفتید، همواره صحبت این رو کردید هم بیرون از اینجا هم در گفتگوی امروزمون که خیلی اهمیت داره که ما در مسائل حقوقی حتی اولین کوچکترین قدم ها رو بخوایم برداریم و خب موانع خیلی زیادی هست. مهرنگیز کار اگر بخواد مشخصا رو به جامعه زنانی که امروز بیرونن و تلاش میکنن که دستاوردی داشته باشن بخواد پیشنهادی بکنه، توصیه‌ای بکنه به عنوان کسی که تجربه کرده این مسیر رو، چی میگه؟ باید کجا تا کجا مقاومت بکنن؟ تا کجا بعضی جاها شاید نادیده بگیرن خیلی از چیزها رو و سعی بکنن که به هر حال یه قانونی رو هرچند کوچک جلو ببرن؟ چه راهی درست‌ترین راهه و میشه پیگیر بشن و بالاخره ما به یک جایی برسیم حداقل؟ حالا میگم سوالاتون سخت سخته و اولا که من اطمینان ندارم که اگر بخواد بیرون از ایران خیلی هیجان زده باشه در هر امری بتونه به درون ایران کمک کنه. نمیدونم، شاید یه هیجانی رو بالا ببره بدون اینکه بتونه بعد از اون بالا بردن هیجان اون کمک رسانی لازم رو بکنه، اون غذای لازم رو بهشون بده. غذای لازم چیه؟ سازمانه، جامعه مدنی. اینا رو وقتی نمیتونه بده فقط تهییج بکنه، من نمیدونم فایدهش چیه. این از این. این به صورت کلی نظر من. ولی همه ما افتادیم توی چاه ویلی که سعی میکنیم از توی این چاه ویل ایران رو ببینیم، ولی آسون نیست. ما باید ذهن خودمون رو دائما زنده نگه داریم که اگر این رسانه رو داریم گوش میکنیم یا میخونیم یادمون باشه که ممکنه این 80%ش حتما واقعی نباشه و شاید اون 20%، نمیدونم. اینا وسواسای منه و این وسواسا گاهی وقتا دیدم کار میکنه. یه روز یه خانومی که از ایران اومده بود برای من یه پیام صوتی گذاشته، قادر نیستم این پیام صوتی رو انتقال بدم،
ولی چیزایی درون اون گفته که اصلا ما که اینجا هستیم نمیدون. زار زارم گریه کرد، طوری که اصلا 2-3 ساعت من همینجور دیوار رو نگاه کردم. من هیچ کدوم از اینا رو نمیدون. پس به جای من در حال حاضر فکر میکنم زنای خارج از کشور به 2 تا مفهوم مهم ورود کردن. یکی آپارتاید جنسیتیه که خیلی مهمه، که وارد ترمای حقوقی سازمان ملل متحد بشه. حالا هرچقدر هم سازمان ملل متحد سازوکارش کند باشه، همینه که داری، همینه که هست، ولی روی این ترم کار بشه، از همه سو کار بشه. یکی عدالت انتقالی، چون ما هر لحظه در مزان این هستیم که همینطور که همه گفتیم که ناگهان یک اتفاقی بیفته که ما اصلا منتظرش نیستیم. عدالت انتقالی، نمیگم دوای درده ها، همش یادتون باشه ما همش داریم راجع به یه چی میدونم چیزای کوچولو، نورای کوچولو فکر میکنیم. ما دیگه خیلی به چیزای گنده فکر نمیکنیم، نمیتونیم فکر کنیم. انقدر در محاصره ای، چه درون کشور چه بیرون کشور، اینجا پر از آدم های جمهوری اسلامیه. نمیگم جاسوسان، نه جاسوس هم نیستن، دوست دارن این حکومت باشه به هر دلیل. اگه استادن میرن سالی 3 ماه اونجا درس میدن، پول میگیرن، خانوادهشون رو میبینن، برمیگردن. نمیگم همه، میخوام بگم همه چیز در این کامیونیتی ما هست، یک دست نیست که ما راحت بتونیم بگیم این کارو بکنین، اون کار نکنین، اون کارو بکنین، نه نه. ولی عدالت انتقالی به هر حال یک دانشه، تجارب جهانی دربارش زیاده. اگر هم مردا هم زنا، ولی چون حالا ما فکوسمون و تمرکزمون روی زناست، من عقیده دارم که اگر زنا مسلح بشن به این دانش و این تجربه جهانی، شاید کمکی بشه به اینکه اون خطراتی که ما ازش خیلی میترسیم در روز واقعه، شاید زنا که اینقدر نقش دارن بازی میکنن و به هر حال یک برج و باروی رو ترک درش انداختن، شاید در اون لحظات بتونن سازماندهی کنن و نگذارن کشور غرق انتقام جویی و تر و خوش سوختن با هم بشه. خیلی ممنون. سوال دیگه در مورد مسئله آموزش دارم. خسته نمیشی از سوال کردن؟ امیدوارم شما خسته نشید. این سوال سعی میکنم سوال آخرم باشه. امیدوارم. تمومش کنی. من میگم خمینی رو احضار روح کن، اون بیاد جواب بکنم. خانم کار خسته شد. شادیا. نه نه، شوخی میکنم چون میدونم اینو پخش نمیشه، ما داریم خودمونی حرف میزنیم، اصلا هم خسته نمیشم. بگو. من به شما اطمینان میدم پخش میشه. نه مهم نیست برام نشه، برای این که نشه جهنم میدم روی همش. سوال دیگه هم در مورد آموزشه و اینکه خب ما این طی این سالها، چه در دوران، یعنی یه 20 سال قبل از انقلاب شاید شروع شد این روند، با انقلاب دقیقا تیشه کامل به ته ریشه در واقع نهادهای مدنی زنان زده شد و یه مقاومتی رو ما شاهدش بودیم. جایی در واقع غیر از آموزش و کتاب و
حول بحثایی که در واقع نوشتاری یا گفتاری به صورت آموزشی هست پیدا نمی کنیم که به راحتی بشه زنان گرده هم بیان و هم اندیشی بکنن. در مورد مسئله آموزش ما یه مقدارم شوکه شدیم، یعنی زن زندگی و آزادی به ما نشون داد که نسل جدیدی که داره میاد، این نسل یه سری درس هایی رو گرفته که هنوز نسل من داره در موردش بحث میکنه، ولی براش به عنوان یک داده انگار جای سوال و بحث نداره و داره پیش میاد. شما فکر میکنید چقدر اهمیت داره و بخش مهمی از آثار شما، البته به چه مقدار اشاره هم کردین قبلا، در حال حاضر همچنان در دست نسل های جوان هست و آیا فکر میکنید که این آنچه که ما داریم در واقع میکاریم در آموزش جای جواب میده یا نه؟ حتما جواب میده، ولی اینکه گفتین ما به نظرمون رسید در انقلاب مهسا که جوان ها خیلی یک چیزایی میدونن که ما نمیدونیم، ولی یک چیزایی هم نمیدونن، برای که در یک جامعه بسته بودن و در این جامعه بسته شما این بچه که کشته شده مگه چند سالش بوده؟ چرا باید انقدر بدونه؟ با این حال یکی از این دخترها که من الان اسمش یادم رفته، باور کنین اگر کشته نمیشد یه فیلسوف بزرگ میشد. نمیدونم اسماعیل زاده، چون سارینا من اسماعیل زاده، بله سارینا اسماعیلی، اسماعیلی، چون من یه تاک کوتاه از این دیدم، خودش ضبط کرده بود، اصلا متحیر شد. یعنی توی اینها یه همچین پدیده‌ای هم بودن، ولی آیا این پدیده فرصت داشته که سازماندهی کنه، که رهبری کنه؟ میتونسته، یعنی بضاعت علمیشو داشته که بیاد همسنهای خودشو جمع بکنه. من سال 88 خیلی سعی کردم که جوانایی که خیلی سرخورده شده بودن خارج از کشور، خیلی سعی کردم، خیلی التماس کردم بهشون که شما تو هر محله ای بیاین هفته ای 2 ساعت توی کافه برین با هم بشین، فقط هم یه قهوه بخورین، هفته ای 1 ساعت، فقط رها نکن، با هم حرف بزنید درباره خبرهای ایران، با هم مبادله کنید. ببینید تا این هسته ها به وجود نیاد، حتی خارج از کشور شما حزب نمیتونی داشته باشی، حزب که از آسمون نمیفته. ولی نکردن، دستبندهای سبزشون رو مثل برق دره بردن که خب حالا اشکالی هم نداشت، چون خیلی هاشون احساس کردن باید پای رفت آمدشون به ایران دوباره باز بشه، خیلی ها پشیمون شده بودن که حالا چجوری برن پدر مادرشون رو ببینن. ایناست، یعنی انقدر مانع در برابر جوونا تراشیده میشه. ولی من گمان میکنم اقدام محفلی تنها راهیه که میتونن جوونا، حالا درون ایران من دیگه نمیتونم دستور بدم، برای اینکه من خارج از ایرانم، حقم ندارم، حقم به خودم بود، مخصوصا دیروز با این پیام صوتی که شنیدم دیگه اصلا حق به خودم نمیدم که بگم. دخترم هم اگه اونجا بود نمیگفتم بهش چی کار کن چی کار نکن، ولی اینجا میشه. الان کلی بچه از ایران اومده داری میاد، ولی هیچ محفلی اینا ندارن، محفلی که آره میدونم خیلی گرفتاری دارن، امرار معاشه، نمیدونم اینکه حالا بعضی اقامتشون چی میشه، اینا همه رو دارن، ولی تا یه ذره تثبیت شدن باید یه فکر اساسی گسترده کرد. اینقدر نیمد نه فوش بدن اپوزیسیون خارج از کشور اینجوری اینجوری، اصلا ول کنین این اپوزیسیون. بچه های زیر 30 سال بگن از این به بعد ما میخوایم کار کنیم،
لازم هم نیست با ما بیان کار کنن، با خودشون کار کنن تو هر محله. بالاخره کلی من میبینم ایرانی هست، دختر و پسر، یه شبکه درست کنن 10 نفری، هفته یه بار نه ماهیه، ولی تعطیلش نکنن، فقط بشینن با هم گپ بزنن که یه نتورک درست بشه. نداریم، نداریم. میدیا میتونه دل آدم ها رو خنک کنه در اون کشور، آره میتونه هیجان اونا رو بالا ببره برای تغییر، ولی نمیتونه کمک کنه به سازماندهی. رهبران جامعه مدنی ایران توی زندانن، یک کلمه میگن انتخابات نباشه تازه میبرنشون تو انفرادی. من فقط از سال 88 به بعد فقط همین نظر داشتم، هیچ کس هم بهش عمل نمیکنه. حالا شماها چون خیلی زیاد تو جامعه این، ما دیگه به علت سنمون امراض مختلفی که گرفتارش هستیم نمیتونیم دیگه انقدر متحرک باشیم. این حرکت رو شماها دارین، این حرکت رو به کار ببرین و روابطتون، ما دیگه از روابط هم نداریم، یعنی یواش یواش چیز میشه دیگه، وقتی شما پای سفر رفتن و این برور نداری تموم میشه، در یه سن و سالی تموم میشه. شما جوونا بیاین اصلا بی خیال اپوزیسیون خارج از کشور، حتی بی خیال اپوزیسیون داخل کشور، خودتون فکر کنید یه نتورک درست کنید، اسمم نداشته باشه این نتورکتون که هزار تا ماجرا پشتش بیاد، نه زنده باد داشته باشه نه مرده باد داشته باشه، یه دونه چیز داشته باشه، یه همونی که شروین میخونه، برای یک زندگی نورما بهترین اسم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. یک کلمه یک کلمه یک کلمه اگر یکی دونه زن، یک نفر رو مهرنگیز کار میخواد بگه که زن تاثیرگذار زندگی من بوده و چرا توی این کتاب نیست، اون یک نفر کیه؟ مادرم، فقط مادرم. درود میگیم به تمام مادران، زنان و کسانی که این روز 8 مارس 2024 در جهان برای آزادی، برای برابری، برای حق انسانیشون تلاش میکنن، از هر رنگ و نژاد و طبقه و فکر و حس و سواد و توانایی و سنی. خیلی ممنون. من از شما تشکر میکنم و معذرت میخوام که زیاد حرف زدم، چاره نداشتم. خیلی لطف کردیم، دست نباشیم. خیلی ممنون خانم کار، ما خیلی مثل همیشه ازتون یاد گرفتیم، همه این سالا ازتون یاد گرفتیم، هنوزم ازتون یاد میگیریم. مریم جان خواهش میکنم، نه دیگه ما باید از شما یاد بگیریم، را بیفتیم. من رکورد رو بذاریم قطع کنم.